عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران و حاضرین در جلسه. امروز پنج شنبه 1 دسامبر 2022 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با کمیته ویژه، با فراخوان ویژه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار، با موضوع حق اعتراض و موضوع ویژه‌ای که برای امروز در نظر گرفته شده، برخی آفت‌های دموکراسی و مشکلات پیش روی اعتراضات سراسری هست. امروز در خدمت جناب آقای محمد رضا رایی هستیم و از صحبت ایشون استفاده خواهیم کرد، ضمن اینکه از همکاران تقاضا می‌کنم که در بحث مشارکت داشته باشم و جلسه خوبی رو تا پایان داشته باشیم. از جناب آقای رایی تقاضا میکنم که صحبت های ابتدایی خودشون رو بفرمایید. آقای رایی، در خدمت شما هستیم. بله، با درود به شما آقای شایگان گرامی و دوستان گرامی که در اینجا تشریف دارین، خوشحالم که باهاتون هستم و همینطور بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه. بعضی از آفات دموکراسی رو در اینجا که بسیاریش برای همه شما شناخته شده است رو مطرح میکنم تا بتونیم با هم دیگه روش فکر کنیم و در واقع یک نوع بازبینی هستش. برای بسیاری از ما این آفت ها شناخته شده هستند. از جمله این آفت ها در موقعیتی هستش که سازمان ها و احزاب دارن. به این مسئله توجه داشته باشیم که پیدایش این احزاب جدید، حالا چه در استبدادها و چه در دموکراسی ها، به دنبال برقرار شدن حق رأی و عمومیت یافتن این حق به وجود اومدن، یعنی پا به پای همگانی شدن حاکمیت و برخوردار شدن همگان، حاکمیت مردم و برخوردار شدن همگان از توانایی قانونی رأی دادن، روابط قوا و تضادهای منافع جدیدی پیش اومده و تمایل‌های مرامی و سیاسی هم به وجود اومده. یعنی این حق رأی همراه خودش آفتهایی را هم به وجود آورده. تشکیلات و نهادهایی که ساخته میشن خودشون مشکلاتی رو هم دارن. در مجموع در دموکراسی ها دو تمایل راست و چپ به وجود اومدن، یعنی میتوان گفت که این حق رأی دادن، یعنی وسیله رأی دادن به حاکمیت مردم، تمایل های راست و چپی رو نسبت به اون به وجود آورده. این راست و چپ ها در این حالی که نوع رفتار و نوع گرایش فکری اونا رو نشون میده، یک نوع دوری از معیارهای دموکراسی رو هم نشون میده. توجه داشته باشیم که پیدایش احزاب سبب تحول رابطه ملت با دولت نیز شده. در ابتدا چگونه بوده اون موقعی که رژیم های پادشاهی اینا بودن، بعد که این تحول پیش اومد و احزاب جدید وجود اومد و حق رأی وجود اومده، نمایندگان ملت در پیشگاه شاه پاسخگو شدن، یعنی در پیشگاه ملت پاسخگو نبودن، بلکه همچنان این ملت نمایندگان خودشون تعیین کردن که در پیشگاه شاه پاسخگو بشن و سرانجام خود همین ملت جانشین قدرت شاه شد، جانشین جایگاه شاه شد. در زمان حاضر بحرانی که حزب‌ها بدون گرفتار هستن به دلیل بی‌اعتبار شدن مرام‌هایی هستش که بر مبنای اونا این حزب شکل گرفته. چرا به سرعت به اینجا رسیدن؟ برای اینکه میخوام اون تاریخچه رو، حالا صحبت ما نیست، بریم روی موضوع که ببینیم همین وضعیت که الان درش هستیم چه در رژیم های مردم سالار و چه در استبدادها چگونه مشکلات به تدریج پیش اومدن. سازمان ها و احزاب برای اینکه بتوانند حاکمیت داشته باشن سعی کردن که شریک حاکمیت مردم بشن.
و یا اینکه در حاکمیت مردم یه اختلالهایی ایجاد بکنن. معیارهای وحدت ملت رو و بقای دموکراسی رو حتی به تدریج که جلو رفتیم به فراموشی سپردن، و به این دلیل که نقطه های سیاسی سیاست رو فن پیچیده‌ای میدونستن هم در این کار در واقع تشدید ایجاد کردن، به این دلیل که نقطه های سیاسی سیاست رو پیچیده میدونستن و جامعه رو فاقد توانایی برای فهمیدن اینها میدونستن. و بنابراین چه کار کردن؟ اومدن حزب سالاری رو، حزب حاکمیت حزب رو جایگزین دموکراسی کردن. حزب ها کمتر از سابق می توانن از گروه های اجتماعی نمایندگی کنن. یعنی همینطور که جلو رفتیم، در زمانی بعد از اینکه ملت جایگزین پادشاه شد، این احزاب حداقل قسمتی از خواستای ملت رو عنوان می‌کنن، ولی به تدریج که جلو رفتیم حتی در دموکراسی ها اینها خواستای ملت رو نمایندگی نمی‌کنن یا اینکه بسیار کم می‌کنن. هر جا که در ذهن دوستان صحبتی دارن دست بالا کنن تا من بتونم با شما وارد گفتگو بشم. از این رو نزاع فکری خصوصا میان دو نظر تجدید شد. یکی این نظر بود که دموکراسی بدون وجود اعضا تنی بی سر و ناشدنی هستش، و نظر دومی بود که نه بابا، این اعضا خودشون مشکل هست، عامل از استمرار استبداد نخبه ها در پوشش دموکراسی هستند، نخبه ها و اولیگارش ها و اینا. حزب ها و سازمان ها، دوگانگی ها مشکلاتی رو وجود آوردن، از جمله این که بدون وجود حزب نیاز مردم به رهبری برآورده میشه. پس اگر گروه ها و نیست قشر ها و جامعه های و طبقه های جامعه به مرام ها نگره، و یعنی نه تنها لازمه که از این حزب هاشن پرشنوی داشته باشن عضو بشن، بلکه لازمه که اون مرام ها رو هم یاد بگیرن و در سازمان های سیاسی بیان خودشون شرکت کنن. نمایندگی که برمیگزینن اگر مرامی نباشه نمیتونه اکثریت رو وجود بیاره. بنابراین یواش یواش نه تنها صحبت از سازماندهی و احزاب شد، به تدریج دیدیم این سازماندهی ها رو خب لازمه به وسیله انسان ها انجام بشه. حداقل این مردمی که میگن، اکثریتی که میگن توده حسابشون میکنن، یه نخبه های یا یه گروه های به هر بهانه میخوان در اینا حکومت بکنن، باید بتونن یه اکثریتی رو از اینا ایجاد بکنن که تا بگوین دموکراسی حاکمیت مردمه. نمیشه که حاکمیت مردم باشه و مردم دخالت نکنه. پس لازم شدش که وارد این رابطه بشن که رابطه ما با مردمی که هم مرام با ما هستن برقرار بشه. ولی کار اداره جامعه همچنان با وجود بر این عضوگیری ها، با وجود بر این آموزش ها دچار اختلال شد، و چاره رو یواش یواش بعضی ها در همین دموکراسی ها یا در استبدادها به علت ناموفق بودن این رابطه بین اکثریت با نخبگان یا اونایی که حاکمیت می‌ورزیدن دچار مشکل شد، و بنابراین توجیه استبداد در واقع خریدار پیدا کرد. حالا ببینیم مردم کیان، مردم کیا هستن و نقش اونها چگونه تحول پیدا کرد. آیا در دموکراسی ها باید ببینیم به راستی حاکمیت با مردم هست، همینطوری که الان به صورت خلاصه گفتم؟ حالا در رابطه با این ببینیم در بین مردم چه مشکلاتی وجود داره، بین در این مردم در رابطه با دولت چه مشکلاتی وجود داره. حالا اگر اختلاف بین گروه بندی ها، همینطور بین سازمان ها و احزاب، به مطلق میل پیدا کنه،
یعنی که اختلاف ها فراوان باشه و در این حال نقاط مشترک هم کم بشه، جامعه ها متلاشی میشن. تجربه ملت هایی که به جا موندن، یعنی دموکراسی رو حالا به صورت نیمبندش هم نگه داشتن، اینه که هر جا معیارهای ارزش میافتن که بیانگر اتحاد تشکیل دهنده های یک ملت هست، کار به جایی نمیرسه. پس بنابراین اون ارزش ها یه اساسی که دموکراسی رو میسازن در ملت هایی که تونستن دموکراسی خودشون رو نگه دارن همچنان ارزش باقی مانده، یعنی با تمام دعوا و درگیری ها تونستن بعضی از معیارها رو برجسته کنن و اونها رو نگه دارن و اگر نه کار به جنگ و کشتارهای مهیب کشیده، مثل همین مشکلاتی که در کشورهای استبدادی می‌بینیم و حتی در دموکراسی‌ها دیدیم با اختلافات شدید تونستن، حتی ما دو تا جنگ جهانی رو دیدیم، حالا یواش یواش که جلو می‌بینیم می‌بینیم که چه مشکلاتی بوده که دموکراسی‌ها دور زده شده و دو تا جنگ جهانی دوم رو دست ما گذاشته شده. حالا با در دموکراسی ها متوجه شدن که معیارهای اساسی اصله و بنابراین متوجه شدن که پایبندی به این اصول لازم قانون بشه و به عنوان مثال در اصل چهارم قانون اساسی فرانسه احزاب سیاسی لازمه به قانون اساسی احترام بذارن و به اجرای بند دوم اصل اول قانون اساسی کمک برسونن و بر وقف آن عمل بکنن. اون بند دوم اصل اول قانون اساسی این است که زن و مرد برابرن و امکانات برابر رو لازم داره و رشد هر دوی اینها مهم است. تا وقتی مردم تمام افراد یک ملت تلقی نمی شوند و حاکمیت مطلق به تمامی افراد ملت تعلق نمی گیره، حاکمیت متعلق به تمامی افراد ملت نیست، یعنی حاکمیت از گروه بندی های صاحب قدرت به جامعه منتقل نمیشه، به حاکمیت مردم منتقل نمیشه و نیز از شریک های مردم در حاکمیت خلعیت نشه، دموکراسی تحقق پیدا نمیکنه. یعنی اگر ما هم این رژیم رو سرکوب بکنیم، باز یه دی بخوان شریک مردم تا این دموکراسی ها بشن، برای خود یه حق ویژه قائل باشن، مثلا اینکه من جنگیدم و بنابراین حق ویژه دارم، این چیزی که سپاه پاسداران در دوران جنگ بود و سهم شیر خواست برای خودش، این همین رفتار دوباره پیش بیاد که من در این مبارزه مثلا یک جنبه ویژه رو رهبری کردم یا توانستم اجرا کنم، کس دیگری نتونست، یا بگوییم شهرهای بزرگ لیاقت کمتری از خود نشون دادن به علت بافت شهری که دارن، با علت بافت مصرفی که دارن و بنابراین شهرهای کوچک در ایران نقش بیشتری داشتن، هم صحبتهای این فرمی یا خیلی هم با اصلا، باز ما آب خوش از گرهی و پایی نخواهد رفت و دموکراسی تحقق پیدا نکرد، چون دموکراسی بر مبنای همون اصول مشترک و همدلی هستش و در اونجا صحبت از این فکر بیشتر که کمتر انجام داده نیست، در صحبت بر روی این هست که حقوق همه رعایت بشه و همه در حقوق مساوی باشن و معیارهایی که حالا جلو خواهیم رفت مطرح خواهیم کرد. وقتی دموکراسی این معنی رو پیدا میکنه که قدرت‌های خارجی و داخلی شریک یا جایگزین حاکمیت مردم نیستن، باید به نکات زیر هم توجه بشه، یعنی دموکراسی رو میپذیریم که عدم دخالت قدرت‌های داخلی و خارجی هست، عدم دخالت جبهه‌بندی‌های قدرت در داخل هست و عدم دستورپذیری از قدرت‌ها به خاطر منافع خودشون هستش، اما خود این در درون حالا این دموکراسی خصوصا دموکراسی‌های نوپا یا آفت‌هایی وجود داره. دموکراسی وقتی تمام و کمال برقرار میشه که هر گونه تبعیضی میان افراد به جامعه
از میان برخیزه، از بین زن و مرد، ثروتمند و بی ثروت، نخبه و عوام، بین اقوام مختلف، بین جمعیت‌های مختلف، بین خانواده با خانواده، بین تیره‌های مختلف و انواع اقسام برخیزه. پس دموکراسی، حتی در دموکراسی‌های فعلی این آفت وجود داره و اینهایی که این برتری‌خواهی‌ها رو دارن همچنان سعی بر جدا کردن‌ها، خود و دیگانه سازی‌ها دارن. مثلا در دموکراسی‌ها هنوز سگرگاسیونیست‌ها در واقع وجود دارن، جدا مردم کننده ها وجود دارن. راستای افراطی به عنوان مثال معتقدن که مردمانی رو لازمه از مردمانی جدا بکنیم، خارجی ها رو مثلا از مردم بومی جدا کنیم، به این علت یک فرهنگ مشخصی هست، یک برنامه مشخصی هست که این رو در طول تاریخ ایجاد شده و اونها نمیفهمن. در صورتی که اونها اگر توجه میکردن که فرهنگ ارزش حقوقی است که همه انسان ها میفهمن، از هر ملت و قوم و دسته و سرزمین و جایگاهی، این حرف رو نمیزدن، بلکه اونها اون ارزش فرهنگی رو یک مجموعی از ساخته های قدرت و ساخته های حقوقی با هم میبینن و بنابراین تفاوت فرهنگ و ضد فرهنگ، تفاوت هنر با ضد هنر رو نمیبینن. پس بنابراین توجه داشته باشید که نه تنها در دموکراسی ها این آفت وجود داره، در دموکراسی های نوپا متاسفانه این آفت ها از همون ابتدا دست از سر ما که بر نمیداره هیچ، و بعد متاسفانه به دلیل لغزندگی که هنوز دموکراسی داره و هنوز نهادی نشده، اینها میان بازی میکنن و بازی های اساسی میکنن، همون گونه که در سال 57 بعد دیدیم بازی کردن و توانستن کنار زده بشن. حالا افراد جامعه به اعتبار نخبه ها و توده ها و به اعتبار طبقه ها و به اعتبار معرفت و به اعتبار مرام ها و به اعتبار هدف ها و به اعتبار روش ها در دو دست مردم از یکدیگر شناخته میشن. حالا درست و غلط این گونه شده، یکی این بوده و هست که بر مبنای رابطه یک طرفه تسلط بر مردم، حاکمیت های گوناگون بر اونها توجیه و برقرار شد. یعنی این دو دست مردم یک عده فعالن، یک عده منفعلن، یک عده دستور میدن، یک عده نقشه میکشن، یه دی برنامه می‌ریزن، یه دی هم لازم اجراش کنن. مثل همون صحبتی که در مورد زن در همینجا داشتیم با هم دیگه. بنابراین حاکمیت نژادی، حاکمیت قومی، حاکمیت نخبه‌ای، حاکمیت دولتی، حاکمیت ملتی اینجا خود توضیح میدن، یعنی میگن اکثریتی از ملت رأی داده و بنابراین بر همه ملت حاکم، به نام حاکمیت مطلق ملت به اسم همون اکثریت مطلق به اقلیت اجازه اظهار نظر هم داده نمیشه. حاکمیت مطلق با حاکمیت نژاد که درآمیخته بشه، یعنی ملی ناسیونالیست با نژاد درآمیخته بشه، میشه همون نازیسم جنگ جهانی دوم. یعنی در آلمان پیشرفته ترین دموکراسی اون موقع رو هم که داشته در سطح اروپا، یکی از پیشرفته ترین ها هم که داشته، تونستن همین حاکمیت یک طرفه فعال بر منفعل رو تحمیل کنن به اسم چی؟ ملت. به اسم چی؟ نژاد. در حال حاضر جانبداران اون دموکراسی ها هم که گفتن یه اقلیتی هستن و جانبدار پاکسازی ملت باشدن. همون ها که نگاهشون بکنید میبینن هنوز حسرت میخورن که مثلا چرا هیتلر پیروز نشد، یا اینکه اگر جنبه های مثبتی براش میتراشد. در حال بعد در این حال حاکمیت طبقی، حاکمیت قشونی حتی مثل این کودتای نظامی و حاکمیت نظامی کشور خودمون، که بعد کشور خودمون ترکیه گرفتار انواع اصلا این کودتای حاکمیت های قشونی، تا اینکه بالاخره در اوایل دهه 90 مردم ترکیه آمدن و این کودتاها رو خوابوندن، آمدن به خیابان و کودتاها رو در ترکیه
بردن، هنوز هم نتونستن کاملا این حاکمیت ها رو برطرف کنن، ولی دیگه اون کودتا از اون کودتا ها خبر. حاکمیت سرمایه که شناخته شده ترینش این دنیا هست، همین حاکمیت های یک طرفه و فعال و غیر فعال هستش، رابطه دو طرفه قائل نیستن، رابطه ای که در اون حالا گاهی قاد یکی فعال یکی فعال نیست، یکی یا گاهی آن یکی فعال هست یکی فعال نیست و قائل نیستن. همواره معتقدن یه عده‌ای به اسم سرمایه، به اسم خانواده و همینا گفتم لازمه بر مردم حاکمیت داشته باشن. در حاکمیت مطلقه، حالا من بعضی از اینها رو براتون به عنوان مثال میگم، از این حاکمیت ها یک طرفه، حاکمیت مطلق نقطه همونطوری که در صحبت در رابطه با تبعیضی که نسبت به زنان در طول تاریخ در یک سخنرانی قبلی داشتن، توده ها بهترین کاری که میتونن بکنن اطاعت. پس بنابراین نخبه تشخیص میده مسائل سیاسی پیچیده است، جامعه مسائلش پیچیده است، کار تخصصی هست، مردم تشخیص نمیتونن بدن، مردم مثلا تودن و بنابراین اینها بهترین کاری که میتونن بکنن اطاعته. اگر مرامی رو هم لازم یاد بگیرن، برای یاد گرفتن کلیس وارد جزئیات و کار تخصصی نمیتونن بشن و بنابراین بهترین کاری که میتونن بکنن در این حاکمیت مطلق نخبه اینه که اطاعت کنن. در دموکراسی های کنونی هم حتی نخبه گرایان مردم رو نیازمند رهبری این نمیشناسن و وظیفه اونها رو رأی دادن میکنن، مردم از پایین رأی بدن فشار بیارن که اونها از بالا بتونن حاکمیتشون رو بکنن، یا اینکه اگر هنوز حاکمیت رو در دست ندارن بتونن چونه بزنن، مثل این صحبت هایی که اصلاح طلب ها در ایران کردن. مطلق ترین شکل نخبه گرایی ولایت مطلقه رهبری هستش. وقتی اکثریت جامعه رهبری رهبر رو بر میگزینه یا با اون سازش میکنه، ملت در رهبر و رهبر رهبر در ملت تعریف میشن. هیتلر به عنوان مثال به آلمانیا میگفت من در شما میزیم و شما نیز در من میزیید. حالا شما این حرف هیتلر رو نگاه کنید، شما کم و بیش این رفتار هیتلری رو در درون بعضی از خانواده ها، در درون بعضی از تشکیلات استبدادی، جامعه استبدادی و همینطور در درون جامعه های دارای دموکراسی که هنوز به طور کامل رها نشدن از این حاکمیت ها می‌بینید. در فرانسه که من زندگی می‌کنم، هر سه روز یک بار یک خانم در خونه به وسیله همسر خود کشته می‌شه. به علت همین حاکمیت ها، به علت همین دستور ها. به علت این که دیگر زن اون زن سابق نیست که اطاعت داشته باشه، بنابراین مرد دیگه هنوز اون رویه قبلی رو داره، حاضر میشه زن رو بکشه. در یک دموکراسی که قدیمی هم شده این اتفاق میفته، شما حساب اینو بکنید در یک جامعه غیر دموکراتیک چه بلاهایی وجود داره و چه مشکلاتی وجود داره که شناسایی نمیشن. هرچند که در دموکراسی ها، در خارج از دموکراسی ها هم زندگی های حقوقی وجود دارن، اما به رسمیت شناخته کم و بیش حضور دارن، به رسمیت شناخته، حتی در جنبه های خانواده با ارزش تر هست از در جامعه هایی که دموکراسی یه نیم بند وجود داره. شما توجه شما رو به این نکته جلب می کنن که در فرانسه یک تحقیقی نشون داده بیشتر از 90% مردم یکی از مشکلات روانی رو دارن، یعنی نوع زندگی که الان وجود داره هنوز جامعه رو خلاص نکرده از رابطه قوایی که در واقع نمیتوانه تبعیض آمیز نباشه و این تبعیض ها نمیتوانه مشکلات روانی ایجاد نکنه و خشونت رو از جایی به جایی منتقل نکنه. در واقع منظورم این هستش که اگر تبعیض ها برداشته نشن، شکل خشونت عوض میشه، یا این خشونت به خود شخص منتقل میشه و شخص افسرده میشه و
دچار مشکلات میشه و یا اینکه وارد خشونت داخل جامعه میره و یا اگر در جامعه پلیس بذارن جلو رو بگیره داخل خانواده میاد، داخل دستگاه ها میاد و بنابراین آنچه که لازم است بهش توجه کنیم همین رابطه هستش که در واقع در جامعه ها وجود داره، چه دموکراسی باشه و چه دموکراسی نباشه. بنابراین همگانی ترین شکل حاکمیت حزبی هم محدود کردن فعالیت سیاسی و دسترسی به قدرت به احزاب سیاسی است که گاه صورت قانونی نیز به خود میگیرند و اغلب نظام حزبی در عمل حاکمیت بر مردم رو برقرار میکنه. شما مثلا به عنوان مثال در این مورد نگاه کنید به سیستم های دو حزبی در جامعه. شما در انتخابات میدونید مثلا حزب دموکرات امریکا با حزب جمهوری خواه امریکا اینها رأیای اصلی رو میارن، احزاب کوچیکن که حالا هستن برای خودشون یه کارایی میکنن، یا در فرانسه که من زندگی میکنم همین بود، تا اینکه بالاخره مردم اومدن از هم از حزب راست رو و هم حزب سوسیالیست از کار برکنار کردن، یک فریب جدیدی به اسم ادغام چپ و راست رو که آقای مکرون گذاشته رو دنبال کردن که اونم جواب نداد. با وجود دوباره انتخابات با تردستی هایی که شده و با اینکه جایگزین مناسبی پیدا نشد همچنان در فرانسه ادامه داره، یا در ایران استبدادی خودمون آمدن چیکار کردن نمیدونم، از حسن روحانی آمد از جناهای مختلف یک گلچینی رو مثلا اونایی که شدنی هست درست بکنه که عملا کسانی که با هم دیگه تفاوت فکری دارن نتونستن با هم حتی سنگ روی سنگ بند کنن. بله. و اغلب نظام حزبی در عمل حاکمیت بر مردم رو به این شیوه برقرار میکنن، یعنی یه برنامه این حزب میده، یه برنامه اون حزب میده، مردم هم میان رأی میدن، اونها اون برنامه ای رو که دادن حالا یه مقدارش رعایت میکنن، یه مقدارش هم رعایت نمیکنن. نه تنها شریکن، حتی در موارد زیادی جایگزین حاکمیت مردم هن. نه تنها شریک حاکمیت مردم هن، جایگزین حاکمیت مردم هن. حالا از این صحبت هایی که ربط پیدا میکنه به دموکراسی ها کم و بیش و بدتر در جامعه استبدادی، یک مشکل جدیدی پیش میاد و اون تفرقه مسلکان هستن که در جامعه مرتب ایجاد اختلاف میکنن. اداره کردن این تفرقه مسلکان در دموکراسی سنگین و مشکل و در مواردی به تدریج امکان پذیره. در دموکراسی ها این تفرقه افکن ها انشاب های متعدد در درون احزاب ایجاد می کنن، مرد جامعه رو پراکنده می کنن در حزب های کوچک و اصلا امکان هماهنگی رو سلب می کنن. و در دموکراسی ها کار این گونه مردم مرتب همین به نق زدن هاست، ایراد تراشی ها هست، توجه نکردن به اون اصول اساسی هست. همه موارد کم و بیش این تفرقه کاری رو میکنن. چرا؟ به این علت اینها در ذهن خودشون دانسته یا ندانسته اگالیتاریست هستن، یعنی عامل مشترک برای گفتگو و توافق رو قبول ندارن و آزادی خود رو در اختلاف میدن. حالا این یه بحث جداگانه است. من میام پایین که آقای شایگان بفرمایید. آقای شایگان بفرمایید. خیلی ممنون آقای رایی. من دست بلند کردم که از حق صحبت خودم استفاده کنم. در ابتدای صحبتتون و این پایان صحبتتون در مورد احزاب صحبت کردیم و اینکه احزاب میتونن خودشون باعث برهم زننده دموکراسی باشن در واقع. معذرت میخوام. حالا سوالی که بر من پیش میاد اینه که آیا احزاب به خاطر این موضوع
میتونن خودشون بر همزننده دموکراسی باشن، چون خودشون رو به روز نمیکنن. یعنی فرض بفرمایید یک حزبی میاد یک اساسنامه با یک به قول معروف گفتمانی رو آغاز میکنه، حالا اعضایی رو جذب میکنه و خودش رو به روز نمیکنه، همچنان بر پایه همون اصولی که از قبل برنامه ریزی کرده. شاید این اصول مثلا مال 50 سال پیش، مال 60 سال پیش، در صورتی که ما میدونیم که امروز خیلی متفاوت شده. یک حزبی که فرض کنید 60 70 50 حالا هر سال هر تعداد سنی داره با امروز خیلی متفاوته، ولی گفتمانش همچنان بر پایه همون گفتمان فرض کنید چندین سال پیشه. آیا همین موضوع میتونه یکی از دلایلش باشه یا نه؟ یعنی به قول من به نوعی آفت باشه. بله خیلی ممنون. خب یه قسمتی از مشکل همین هست، بله بروز نشدنه. اما چرا بروز نشده؟ اون فکری که لازمه بروز بکنه جهتش کدومه و قرار از کجا به کجا بریم و قرار چه مشکلاتی رو حل بکنیم، همه اینا سوالهایی هستش که لازمه حل بشه. پاسخ من اینه، پاسخ شخصی که مثل من غیر از حقوق به هیچ چیز دیگه اعتقاد نداره اینه که تمام ایدئولوژی هایی که بر خارج از حقوق هستن بر مبنای تضاد هستن و بنابراین بر مبنای تضاد سعی میکنن راه حل ها رو پیدا بکنن. نمیشه، شدنی نیست. یعنی بدون حالا دانسته یا ندانسته توی فضای قدرت باقی میمونن و در فضای قدرت میخوان راه حل پیدا کنن و شدنی نیست. این جواب من کلی ها، یعنی میشه وارد جزئیات شد. به این صورت حالا یه مقدار میرم جلو و اون این استش که اینها جهت حرکتشون از قدرت نداری به حقوق نداری نیست و قدرت رو و حقوق رو خوب نمیشناسن به عنوان یک سیستم. یعنی موقعی که میگن حقوق یک سری قاعده میفهمن از این حقوق، نمی هنوز در ذهن ملکه ذهنشون نشده که حقوق یه سیستمی هست که کامله و این حقوق خارج از این حقوق، خارج شدن از هستی و خارج شدن از فکر حقوقی یا فکر آزادی هستش. بنابراین ابهام دارن هم در مرام خودشون، هم مشکلی که دارن اینه که در درون قدرت فضای قدرت فکر میکنن و همین که تعریف درست از مفاهیم کلانی مثل آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، لایسیته اینها ندارن و بنابراین موقعی هم که آمدن جلو با مشکلات خودشون اومدن جلو، با مشکلات حل نشده خودشون اومدن جلو و موقعی که در گفتگوهای درونی با هم دیگه سعی کردن مشکلات رو حل کنن، مشکلاتشون حل نشده و همزیستی مسالمت آمیز رو انتخاب کردن. حالا که من و تو نمیتونیم با هم کنار بیای، پس من و تو با هم دیگه دعوا نکنیم. حالا که من و تو دعوا نمی کنیم، اون قدرت اون پشت خودشو قایم کرده، دست برتره در درون حزب، در درون تشکیلات حرف اول رو زده. پس بنابراین به ما یک دموکراسی، یک نوع رابطه اداری جمعی دروغین رو جایگزین کردن. اون اداری جمعی دروغین بدون حقوق امکان پذیر نیست، با حقوق و قوانین دیگه هم هم شدنی نیست، فقط با حقوق رابطه اجرا شدن. پس بنابراین فکر و گفتار و راه حل پیدا کردن ها نمیتواند منبعث از حقوق نباشد و مشکل ایجاد نکند. این یه قسمت قضیه. قسمت دیگه قضیه اینه که همطوری گفتم قدرت خودشو پنهان کرده، منافع خودشو پنهان کرده. منفعت تعریف جان شمول نداره و موقعی که اراده جمعی میشه، اراده منفعتی جمعی در علی اراده منفعتی اقلیتی یا جمع دیگری میشه و برابر این به جای تفاهم حقوقی بین مردم برای مردم، دنبال تفاوت منفعتی به برای مردم رفتن جواب نمیده.
چرا؟ به این علت که همچنان در این منفعت ها تناقض و تضاد برجا میمانه، دست برتر برجا میمانه، نیروهای برتر، سرمایه های برتر همه برجا میمانند. حالا خودشون رو قایم کردن یا قایم نکردن و خودشون رو تحمیل هم میکنن، وجود دارن و رابطه ها رو به درون احزاب سازمان ها هم میبرن. حالا این وسط، وسط بازها پیدا میشن، اونایی که میگن حالا یه جنبندی بکنیم و حالا بیایم بالاخره به نجی نرسیم یا اکثریت و یا اکثریت رو بگیریم، در صورت رو اعتقاد عکس نمیشه رأی گره، رأی اعتقاد به حقوقی تعلق نمیگیره، اعتقاد حقوقی قبل از فکر کردن، قبل از راحل پیدا کردن و رعایت تمام حقوق خود عدالت میزان در واقع. و بنابراین بر این مبنا ما میتوانیم با همدیگه روابطی پیدا بکنیم که در اون اغنا افکتی داشته باشیم. اونجایی که شما یک چیزی رو از نظر حقوقی توجه نکردین، من توجهتون جلب کنم. اونجایی که من توجه نکردم، شما توجه من جلب کنید تا همواره اون سیستم حقوقی رو رعایت کنید. کار ساده گفتنش راحته، ولی کار ساده نیست، به علت اینکه آفتهای فکری زیادن، به علت اینکه در درون سازمان و تشکیلات انسان ها با توانایی های یکسان وارد نمیشن، از توانایی حقوقی یکسان وارد نمیشن. و از اونجایی که این کار یک کار فرهنگی هست، نمیتوان به اسم حقوق تحمیل کرد چیزی رو. حقوق تحمیل ایجاد نمیکنه، حقوق دستور ایجاد نمیکنه، توصیه فقط ایجاد میکنه، هشدار فقط ایجاد میکنه. و این تعقل و تفکر و سنجیدن و خود رو تغییر دادن رو طلب میکنه. بنابراین لازم میشه جامعه هایی کسانی در اون الگو بشن، در درون احزاب و سازمان کسانی الگو بشن، روی خلق و سازش حقوقی داشته باشن و نه رو انضباط در واقع من درآوردی هایی که بر مبنای اونها ما میخواییم یک در واقع همزیستی ایجاد بشه. و اینها با هم دیگه به تدریج که تغییر میکنیم، هم در درون خانواده تغییر ایجاد میکنیم، هم در درون جامعه تغییر ایجاد میکنیم، هم در درون احزاب و سازمان ها و در فضای سیاسی و اجتماعی و غیره. پس بنابراین کاری که ما میکنیم شدنیست، اما این کاری که ما میکنیم شدنی راه خودشو داره، نمیشه از راه دیگه رفت. این راهی رو که داریم لازم است این گونه حساب بکنیم که من که میفهمم مسئولیت پیدا میکنم، اما شما به میزانی که میفهمید مسئولیت دارید. کسی به میزان دیگه، مثال بزنم، گاندی در افریقای جنوبی رفته بود مسافرت تو همون افریقای جنوبی، او میشنوه که اون دوستانش یه اشتباهی رو کرد، با عصبانیت سوار قطار میشه که بیاد با دوستان خودش در اون مورد مشکل رو بررسی کنه، یا اینکه حالا مثلا سرزنشی بکنه. تو قطار که نشسته بوده داشته فکر میکرده و به این نتیجه میرسه که این چیزی که من میگم، من مسئولیت پیدا کردم که این چیزی که میفهمم و اجرا کنم. اون اصلا شاید من تو ذهنم میگذره ندونم. میرسه به مقصد، به جای اینکه به دوستای خودش چیزی بگه، خودش شروع میکنه به روزه سکوت که به دوستان خودش میبخشید نارضایتی خودش رو بفهمونه. پس بنابراین از خود لازمه شروع کنیم بر مبنای این داستان. موقعی از خود شروع میکنیم، دیگرها دارن تقلاها رو میکنن دیگه، راهلها رو میسنجن دیگه کم و بیش. پس من میبینن اینجا جواب میده که این حقوقی داره عمل میکنه، خلق همدلی داره. اما اون جای دیگه جواب نمیده، خودخواهی ها میاد وسط، حسادت ها میاد وسط، درگیری های لفظی میاد وسط. این میگه، اینی که حقوقیش الگو خودشو کرده میگه، بیشتر از اونم توقع نداره. موقعی که انجام میده یه چیزی، حقوقی انجام میگیره، اظهار خوشحالی میکنه از اینکه زندگی جریان داره، زیبایی های توش هست،
لذت میبره، اما خودش وارد بازیگری که نمیشه و رندی هم به خرج میده از خودش. جایی که یعنی اون جایی که موقعیت هست، از موقعیت به نحو احسن استفاده میکنه. اون جایی که میبینه یه هماهنگی ایجاد شده، از اون موقعیت برای جنبندی، از اون موقعیت برای همکاری استفاده میکنه. حالا اینا رو چرا گفتم در رابطه با صحبت به شما آقای شایگان؟ به این علت که بگم که در واقع کار دموکراسی یک کار تنگاتنگ با حقوق هستش، یک کار تنگاتنگ با بعضی از معیارهای این حقوق که استقلال و آزادی هست هستش. آزادم که به عنوان انسان در مورد زندگی خودم تصمیم بگیرم، آزادم به عنوان جامعه انسانی در مورد زندگی خودم، خودمون، جمعی خودمون تصمیم بگیرم، نوع ادارش رو خودم تعیین کنم، و استقلال دارم که در درون و در خارج قدرت ها در کار من دخالت نکنم. میگم با این که آقای از الحمودی، الحمودی بخشید نوشتا کریز الحمودی خواهش بکنم بفرمید. خیلی ممنون آقای الحمود، خیلی خوش آمدید و بفرمایید. سلام و درود دارم خدمت شما جناب شایگان و سخنران عزیزمون آقای محمد رضا رائی و نکات بسیار خوبی که اشاره کردن. راستش انقدر مطالب بود، انقدر نکات و انقدر اشاراتی داشتن به انواع چیزها. ولی آقای رائی، من با احترام به شما میخوام این موضوع رو مطرح کنم. در صحبتایی که میکنید برای من مفهومه، مثلا حاکمیت اقلیت ناسیونالیستی که یه نوع میره به سمت خاص کردن خودش که به تبدیل به فاشیستی میشه، یا حاکمیت نخبه مثلا شما اشاره کردین، و این که چطوری خودشو خاص میکنه این نخبه، یا مثالی که زدین ملت در رهبر، رهبر در ملت، و همینطور اشاره کردین به روز نشدن احزاب. خب اینها در واقع چالش ها و برایند تضادهایی است که ما ممکنه در روند تغییر باش مواجه بشیم، باید هوشیار باشیم بهش. ولی در جاهایی من میبینم که بیشتر روی خصلت‌های فردی هم شما مکس میکنید، مثلا دست خودخواهی صحبت میکنید، از اختلاف سلیقه، از رندی به خرج دادن، از فرصت طلبی و اینها. میخوام این سوال از شما بکنم، آیا جای سفت و محکمی در این، در حقیقت در این شرایط وجود نداره که ما به جای اینکه فرد محور باشیم سیستم محور بشیم؟ مثلا آیا میشه مثلا یک طوری ما یه چیزهایی رو بنا بکنیم که دیگه در چم و خم سلیقه های افراد گیر نکنیم؟ مثلا یک روزی مثلا در نظام سابق مثلا میبینیم که یه روز بلند میشن میان همه احزاب تعطیل میکنن، تک حزبی میکنن. یه روز مثلا همین رژیم جمهوری اسلامی میخواد مثلا همه رو با در واقع زیر ذره‌بین اسلام نگاه بکنه، که ما میبینیم که اصلا تناقض داره با این اختلاس‌های نجومی و نمیدونم این جنایت‌ها، اصلا بحث اسلام توش گمه. بنابراین نمیشه به جای اینکه همه این خصلت‌ها یک به اصطلاح سیستم محوری، یک قانونمند محوری رو ما جاری بکنیم که بدونیم حداقل نسل‌های آینده بتونن دیگه یک دموکراسی قابل اتکایی داشته باشن؟ ممنونم به این سوالم جواب بدین. میبخشید اگه سوالم هم طولانی بود. ممنون از شما آقای الحمودی. بفرمایید آقای رائی. خیلی ممنون آقای الحمودی از صحبت شما و از نکته سنجی های شما. من شخصا معتقدم که انسان
به صورت طبیعی خودش یک موجود حقوقی است. چون موجود حقوقی است، خالی به دنیا نیامده. این موجود حقوقی اگر حقوقی باقی بمانه، با انسانهای دیگه مجموعی بزرگتر باز حقوقی ایجاد میکنه. یعنی یک انسان، یک نهاد خودش، یک مؤسسه از خودش، از یک سخت افزاری داره که اسمش حقوقه. اینها همدیگر رو تایید میکنن و با همدیگه یک ارزش اساسی هستن که بهش میگیم انسانیت. این انسان از این مجموعه کوچیک خودش، موقعی که بره توی مجموعه بزرگتر، اگر اون مجموعه بزرگتر همواره حقوقی بمانه، این انسان با اون مجموعه بزرگتر رابطه این همانی برقرار میکنه، رابطه بدون تضاد برقرار میکنه. پس بنابراین به عنوان مثال، حالا این مجموعه بزرگتر باز میتونه تو مجموعه بزرگتر بره، همینطور تا جهان انترنسیونالیست رو ایجاد بکنه. مثال در اروپا، اگر اروپای مشترک بر اساس حقوق ایجاد میشد، الان اروپای مشترک در این مدت دچار بحران ها نمیشد. اما اروپای مشترک رو بر اساس انواع اقسام منافع مختلف و تضادها و درگیری ها ایجاد کردن که الان اروپای شیر بیالی و دومی است که نه اتحاد اقتصادی داره، با وجود اینکه اتحاد اقتصادی نداره، پول مشترک داره، نه پارلمان درست کرده، پارلمانی که داره اجازه دادن طرح رو نداره، یعنی یک پارلمان بدون اختیاره که فقط میتونه رأی بده به طرحهای کمیسیون اروپایی که غیر انتخابی است. پس بنابراین بازیچه دست کمیسیون غیر انتخابی اروپا است. مسلمه که این جمع با این وضعیتی که داره خوب پیش نمیده. اما اگر حقوقی باقی میماند، حقوق ملت در نظر گرفته میشد، با اون حقوق ملت دیگر گرفته میشد و این حقوق با هم دیگر اروپای مشترک تشکیل میدادن، کشورهای کوچکتر نیروهاشون رو نه تنها جذب کرده بودن، بلکه شتاب میگرفت نیروها در جمع بزرگتر، به علت امکاناتی که وجود داره، به علت سینرژی صرفه‌جویی در انرژی هایی که به وجود میاد، به علت هماهنگی معرفتی که به وجود میاد. حالا این مثال رو از این نظر زدم که بفهم در شما طرز فکر خودم رو توضیح بدم که چگونه، حالا میام پایین که شما دوباره صحبت بفرمایید، من این رو که تای منطقا برسم تا شما بدونید من چگونه فکر میکنم. پس بنابراین آن فکری که مارکسیست های قبلی داشتن که نسیون ستیزگرایانه هست، ملت صحیحه اما کامل نیست. کامل چیست؟ ملتی که بر مبنای حقوق عمل نمی کند ستیزگر میشه، شوینیست میشه. ملتی که در حقوق بمانه، ملت میتونه شوینیست نباشه. و از جهت دیگه، آن ملتی که در واقع بر اساس اون ارزش‌های خودش نمیخواد وارد جمع بزرگتر غیر حقوقی بشه، حق داره بر اون حقوق خود. از مارکس هم اینو گفته، از قضا مارکسیست‌ها توجه نکردن، فکر کردن که مارکس مخالف ناسیونالیسم مثلا. در صورتی که صحبت مارکس این بود، صحبت مارکس این بوده که این جمع بزرگتر لازمه که آزادی اون جمع کوچکتر رو، یعنی آزادی رو مارکس رو خوب می‌فهمید. مارکسیست‌ها بودن که بد فهمیدن. مارکس چون حداقل به میزان زیاد فهمید و به این علت هم بودش که تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی ایجاد نشد، مارکس در خود اروپا سانسور شد. میخوام اینا رو به شما توجهتون بدم که برخوردهای کلیشه‌ای، همینطور که در یه بحث هنری در اینجا داشتیم، کار دست سازمان‌ها، تشکیلات و احزاب داده، برخوردهای ایدئولوژیک بر مبنای تضاد کار دست داده، بر مبنای مصرف‌گرایی ایدئولوژی کار دست ما داده. خوب مفهومو نفهمیدن، بلکه آمدن اونو مصرفش کنن، چون اون منشأشو نمیدونستن، خوب تشخیص ندادن و بنابراین یه جنبه‌ای رو گرفتن، یه جنبه‌ای رو نگرفتن و بعد افتادن به مارکس زدن‌های نمیدونم
تو نمیدونم بورژوا هستی، تو کارگر نیستی، توجه نمی‌کنن که خود این مارکس که میگه چیزه، خود این از خانواده کارگر نبوده. همینطور چرا این توجه به این مسائل جزئیات حقوقی نشده؟ پس بنابراین قرن 20 قرن بحران‌های ایدئولوژیک بوده که در این در اینها اون رابطه‌های تنگاتنگ رو ما پیدا نکردیم با در واقع فکرهای سیستمی. فکر سیستمی یکی است و اون فکر حقوقی، انواع فکرهای دیگه فکرهای غیر سیستمی هستن و بریده هایی هستن که خود رو در فکر نکردن که آخه یه استثنایی هم وجود داره به اسم فکر سیستمی، اونو گذاشتن کنار و انواع اقسام درگیری ها و تلاش های خودشون رو پیش پرداختن. بفرمایید. جناب آقای الحمودی بفرمایید لطفا. سپاس. من تشکر میکنم از آقای رایی به خاطر توضیحاتی خوبی که دادن. اینطور من فهمیدم، اگر خواهشن من درست نفهمیدم منو تصحیح کنید. گفتید که انسان یه موجود حقوقیه و در پیوند با دیگران مجموعه تشکیل میده. ما بایستی بریم در حقیقت دنبال جامعه حقوق محور به جای منفعت محور، منافع محور. این رو من خوب درک میکنم در اثر صحبت و فرمایشات شما که یه چیز قابل اتکاتری هست جامعه که حقوق محور هست، چون که حقوق راه میبره به ارزش های جهان شمول، ارزش هایی که ورا و فرای مرزها هست، در حالی که منافع محصور به گروه های کوچکتر انسانی و به مرزها. سپاسگزارم از توضیحاتتون، برای من ابهامم کاملا برطرف شد. ممنونم. ممنون از شما آقای الحمودی. آقای رایی بفرمایید. بله خیلی ممنون آقای الحمودی. در واقع صحبتایی که من کردم صحبتای دو انسان با هم هستش و انسان‌ها با هم هستش. ما انسان‌ها راه حل داریم. اونجایی که راه حل نداریم اونجایی است که قدرت اومده دخالت کرده و راه حل رو گرفته. بنابراین هرگاه دنبال راه حل می‌گردیم بگردیم ببینیم که کجا قدرت خودشو پنهان کرده. اونجاست که مشکل پیش میاد. اونجایی که یعنی در واقع لازمه توجه کنید که انسان در دو فضای کلی میتونه فکر بکنه، یا در فضای حقوقی میتونه باقی بمونه که اسمش فضای آزادی است و در اون اصلا انسان ساخته شده برای پیدا کردن راه حل، برای جستجو کردن، برای پیدا کردن رابطه های هومئوستازی، رابطه هایی که تعادل درونی ایجاد میکنه، برای اینکه سیستم ایجاد بکنه. از این فضا بریم بیرون چیزی باقی نمیمونه جز فضای قدرت. پس بنابراین در فضای قدرت هرچی دنبال راه حل بگردیم، از اونجایی که راه حل سیستمیک نیست، موقت میتونه باشه اما دائمی نمیتونه باشه. مثل کارخونه ای که یه پیچش اگر شل باشه خب کارخونه کار نمیکنه. تمام اون اعضای اون کارخونه باید با هم دیگه ارتباط سیستمی داشته باشن. اگر یه مهره هم شل میشه لازمه که اون مهره رو سفتش کنیم که این کارخونه دوباره راه بیفته. یا در طبیعت هم اینجوریه. یک مطالعات حشره شناسی و همینطور مطالعات گیاه شناسی در دهه 70 انجام دادن، بعد از اون که مشهور بود نمیدونم تنازع بقا هست و نمیدونم انسان ها در اساس برتری نسل ها به هم مطالعاتی شد، دیده شد که در یک قسمتی از زمین موقعی که به اندازه کافی آب باشه، زمین مناسب باشه، هوا مناسب باشه، اونجا اون گیاه رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه. اما اگه امکانات نباشه همونجا، حالا سرمایی باشه یا نمیدونم براتون بگم زمین مشکلی پیش بیاد، مثلا در واقع شور بشه مثلا با وارد، یا اینکه
اون نیروی حیاتی خودش رو به علت مصرف زیاد از دست بده، یا کم میشه تولیدش، گسترشش کم میشه. در مورد حشرات اومدن نگاه کردن، اینجوریه، امکانات داره بیشتر تولید کنه موقعی که نداره. بنابراین متوجه شدن در طبیعت به اندازه راحت پیدا میشه. ندرت در طبیعت معنی نداره، وفور هم معنی نداره، اما به اندازه معنی داره. آنچه دارم مصرف میکنه. در میمون ها اومدن نگاه کردن، اونا هم اینجوری هم. پس لازمه که توجه بکنیم به یک نکته اساسی، دنیا بر تعادل و قواعد خودش ساخته شده. این گونه نیست که اول ساخته شده بعد قواعد ایجاد شده، شدنی نیست. چسبیده به قواعد خودش ایجاد شده که این چسبندگی به قواعد خود همراه زیستش مطرحه و این چسبندگی رو نمیشه نفیش کرد. به اسم علم، به اسم مرام، به اسم ایدئولوژی، به اسم دین، به اسم ولایت مطلقی فقیه، به اسم نمیدونم پادشاه، نمیدونم به اسم نخبه و اینا. قواعدی دارن که این قواعد همواره هستی هست، این قواعد هم هست، چسبندگی دارن و اینها نشان دهنده این است که در طبیعتی که ما زندگی میکنیم، ما موجود طبیعی در این زندگی خود همواره آزاد هستیم، همواره انتخاب داریم و این انتخاب قابل گرفتن است. حتی زمانی که اسپرماتوزوئید با اوول قاطی میشه، فقط این دوتا با هم نیستن که پدر و مادر نیستن که نقش دارن، خود این اسپرماتوزوئید و اوول هم با هم نقش بازی میکنن. انواع اقسام اسپرماتوزوئیدا طرف اووله میاد، اما اووله قبولش نمیکنه، یکی از اینا رو قبولش میکنه. میبینیم آزادی همه جا وجود داره، حتی در خلق، در اولین لحظه خلق. پس بنابراین جبر یکی از آفتهای فکری ما اینکه فکر کنی جایی از جا جبری هم وجود داره. نه، چسبندگی وجود داره، قاعده همراه هستی وجود داره. اینکه بعد از اینکه به وجود آمد نفیش نمیشه کرد، اما این در مرحله آزادی، یعنی در مرحله اجرای تمام حقوق ایجاد شده و این استثناست. و این استثنا رو اگر کنار بگذاریم، خودمون از راه حل گذاشتیم کنار. و چون این گونه هست، تنبیه معنی نداره دیگه. خود تنبیه معنی داره، یعنی من میتونم خودم رو از این به زندگی حقوقی محروم کنم، دچار انواع اصلا بحران ها بشم، خودم رو تنبیه کردم. این هم مثل که پوست خودم رو دارم میسوزونم، این هم مثل این که دارم خودم رو زجر میدم، به خودم افسردگی رو تزریق میکنم. بنابراین حالا چون دوستان دستشون بالا نیست، صحبت خودمون رو ادامه میدیم در مورد آفتهایی که در دموکراسی وجود داره. حالا علاوه بر این تفرقه افکنان که این مشکلات رو ایجاد میکنن، اقلیتی هم هستن که خود رو قاضی پندار و گفتار و کردار دیگران میکنن و اینکه کار زشت رو از اون رو میکنن تا که همواره نقش برکشیدن یا بر زمین زدن فعالیان سیاسی خود رو بر عهده داشته باشن، در دست خود داشته باشن. هاشمی رفسنجانی یک از این کسا بود. ما موقعی که انقلاب کردیم، این مثال بزنم برای شما، حکم نمیدونم یک چیزی رو داد روح الله خمینی به قدزاده. جلوی خمینی این هاشمی رفسنجانی اومد عمامش رو زد به زمین، گفت آخه شما دارید ما رو اینجا تلف میکنید. برام قدزاده گفت بیا بگید، داد دستش که او بره حکم رو بخونه. اینها کسایی هستن که در واقع برای خود نقش تعیین کننده بایدن، برای خود یه جایگاه بسازن و معتقدن که این جایگاه یه جایگاه مخصوصی که اینا میتونن داشته باشن، تجربه دارن، به پیرهن بیشتر پاره کردن، بهتر میفهمن و دست از سر دیگر را از این دخالت ها در نمیدارن. اون سال 57 بلا سر ما آمد، همین حالا هم داریم میبینیم از این کارها رو میکنن و در واقع بازی هایی میکنن خارج از دموکراسی. در دموکراسی نماینده رسمی میتوانه با نماینده رسمی ملاقات کنه، اما یک نماینده غیر رسمی موقعی که میره با یک
نماینده رسمی من ملاقات میکنه، میتوانه معنی این رو بده که داره طرف قدرت میده. هنوز مقام رسمی پیدا نکرده، برای خود مقام رسمی قائله و برای خود تعیین سرنوشت قائل میشه. بعد میره با یک مثلا سناتور امریکایی ملاقات میکنه. سوال: چرا شما این کار کرد؟ از کدوم این مقام، از در کدوم جایگاه رسمی بودی که نیستی؟ در کدوم جایگاه غیر رسمی رو تراشیدی؟ بعد همین من نخبه هستم، من اولیگارش هستم، من نمیدونم از فلان خانواده هستم، من نمیدونم یک دیرم میشه، تمام این توجیهات پیش بیاد. پس لازم توجه بکنید که دموکراسی رو لازمه به عنوان اداره جمعی انسان ها بر مبنای حقوق نگه داری و اون رو مرتب پرستاریش کنیم، مرتب نگهش داریم و در واقع انشالله گربستا رو بذاریم کنار. هر کسی که دموکراسی میخواد لازمه که معیارهای دموکراسی رو از اولی که داره اقدام میکنه تا آخری که داره اقدام میکنه رعایت کنه و اگر هم اشتباهی کرد اون رو جبران کنه و اگر نقدی بود نقد رو بپذیره و اگر هم توانایی حلش رو الان نداره حداقل این سوال به اینکه داره که شاید من دارم اشتباه میکنم خود رو مطلق نکنه. حالا اقلیتایی هم هستن که باورهای جمهور مردم رو، باورهای مردم رو بازیچه دست میکنن، اصلی کار خودشون میکنن. همین حالا خوب توجه کنید، اگه مردم باوری دارن اینا اون باور رو در واقع چیزن به بهترین وجه اونا میکنن. اگر به دین و مرام اعتقاد دارن از قول خدای همون دین و مرام دروغ میسازن و اون رو به خورد مردم میدن، از قول اونها مرام رو جعل میکنن، از قول کسایی که به مرام اعتقاد دارن مرام رو جعل میکنن و موقع تصمیم کار تصمیم گرفتن و رای گرفتن رو مشکل میکنن. چون شما آمدید یه باوری رو دارید، یه عقیده رو دارید، اون میاد اینو مخدوشش میکنه. حالا من از اونایی که غیر عمدی کار میکنن کاری ندارم، اونایی که عمدن کار میکنن این اصلا اهل بازی میگم کار شما رو مشکل میکنن. در دموکراسی های نوپا هم حتی این رفتار بیشتر مشکل پیش میاره. در دموکراسی های پیشرفته یا دموکراسی های که نیمند فعلی، فکرهای جمعی جبار رو به همین وسیله اینا میسازن بر مبنای ترس و ستیز. چون این ترس و وحشت وجود داره این جنگ خوبه، چون این بمب رو میخواسته صدام حسین بسازه بنابراین میشه بهش حمله کرد، این چون سلاح کشتار جمعی رو داره این ستیز مناسب است. یکی دیگه از آفتهای دموکراسی وسایل ارتباط جمعی رو به در اختیار گرفتنه، همون کار بلایی که سال 57 سر ما آوردن. رادیو تلویزیون رو بلا فاصله به دست گرفتن، اون کسی رو که به دست گرفتن دادن دست قدساده، او رو هم گذاشتن که پشت سرش به این علت باید تطبیق داشته باشه با اون انحصار، او رو هم گذاشتن کنار، کسای دیگر رو آوردن و چیزی که باقی گذاشتن این رادیو تلویزیونی هستش که الان به جعبه دروغ معروفه. پس این مخصوص ولایت فقیه نیست، این مخصوص اون اقلیتی از مردمی است که به خود این اجازه این رفتار رو میدن. یعنی در جامعه توجه داشته باشیم، حالا از این صحبت از این قسمت استفاده میکنم یک مبنا مسئله مهمی رو با هم مطرح بکنیم و اون این هستش که در یک جامعه حتی اگر یک اقلیت 5-6 درصدی پیسکوپت هم وجود داشته باشه، اینا انواع اقسام این اقلیت ها این برنامه ها رو میریزن. فکر نکنید فردا آمدیم اینا نیستن، اینا هستن، اینا هستن و انواع اقسام اینا اصلا اعتقاد به تردستی دارن، اینا اعتقاد به زورگویی دارن، اینا اعتقاد دارن حالا تقلب بکنی سر یکی رو کلا بذاری با مزده است، درصدش نباید خیلی زیاد بشه، مثلا 5% 10% باشه اشکال نداره، در دموکراسی ها پس تو میگن حالا مثلا فساد 10-15% باشه قابل چیز ره، قابل کنترل، قابل جذب در جامعه، اینا حتی تا 40-50-60% هم تقلب بشه هیچ مشکلی ندارن، چون تو ذهنشون پذیرفته بامزه است. تبعیض رو تو ذهنش جرم نمیبینه،
تبعیض‌هایی رو جور می‌کنه، حالا حد اکثرش، بلکه فکر می‌کنه که این کارهایی که داره می‌کنه چون خودش خیلی زرنگه، چون خودش خیلی پیچیدگی‌ها رو درک می‌کنه این کار می‌کنه. توجه نمی‌کنه که اون کسی که حقوقی عمل می‌کنه تمامی حقوق بازی‌ها رو داره می‌بینه، جلوی چشم اون داره این کار می‌کنه، در واقع سیتیز داره می‌کنه جلوی چشم اون. یه کتابی یک دانشمند فرانسوی نوشته در این مورد، توجه نمی‌کنه. بهش هم که میگی بابا من دیدم، باز توجه نمی‌کنه، یه جوری در می‌کنه. به قول این یه مقاله دیدم آقای امیر ترکاشفند نوشته که خودش از بسیجی ها بوده، که مقاله کتاب هزار و چند صفحه در مورد حجاب نوشته، که حجاب دروغ، این حجابی که اینا میگن در زمان پیغمبر مردم لخت مادرزار بودن، این قبیلای افریقایی که تمام سعی پیغمبر این بوده که اینها یه دونه دور کمرشون رو بپوشونن، همینطور که جلو آمدن پارچه گرفتن دیگه حد اکثر پارچه بوده که از بالای کمر تا یه مقدار پایین زانو یا بالای زانو بود. این آقای چیز رو نوشته، نوشته این کسایی رو که الان توی بسیج دارن سرکوب میکنن، اون بسیجایی که اولش ما ساختیم نبودن، اینها لذت میبرن از کشتن، اینا لذت میبرن از شکنجه کردن، اینا تیر که میزنه به یکی و اون میفته داره جون میکنه، از جون کندن اون خوشش میاد، ذوق زده میشه و فکر میکنه که کار بسیار خیلی خوب کرد. علی خامنه‌ای به اینا چی یاد داده؟ به اینا یاد داده کشتن بده، اما بدتر از کشتن فتنه است. فتنه چیه؟ کی تعریف فتنه رو؟ خودش. پس بنابراین براش این توجیه رو ترجیح، تو پیسکوات فقط نیستی که، تو مقدس نیست، تو موجود بسیار بالایی هستی. پس میبینیم که این کسانی که در واقع رادیو تلویزیون رو به دست میگیرن، وسایل ارتباط جمعی رو به دست میگیرن و در این حال برای خود حق تعیین سرنوشت قائل میشن، اینها روز به روز کارشون در دینامیک تخریب به تخریب بزرگتر میکشه، از معتقد همراه خودشون کار میکشه به چیز، به یک معتقدی که همراه خودش نیست، میکشه کار به لاتها، به کار میکشه به جنایت کارها، و این جنایت کارها هم کار میکشه به بدترین نوع جنایت کارها، و رابطه هم میشه رابطه با مافیای مواد مخدر و اسلحه بدترین نوع دنیا شد. پولشویی رو از این طریق انجام و کارها رو انجام میدن، چون عمل دینامیک داره. بنابراین از این صحبت که بیاییم بیرون توجه داشته باشیم هر عملی بریده نیست، دینامیک داره، و این دینامیک اگر در رشد حقوقی نیست، لاجرم در رشد تخریبی هست. اگر یک حزب و یک سازمانی نتوانه خود رو ترمیم حقوقی بکنه، نمیتوانه خونسا باقی بمانه، یا در رشد حقوقی هست یا در تخریب غیر حقوقی هست. وسطی که این وسط ما بتونیم یه کارایی بکنیم که نه حقوقی نه غیر حقوقی وجود نداره. انسان هم موقعی که رفتار خودش رو، اعمال خودش رو، کارهای روزانه خودش رو خوب تنظیم نکنه با حقوق، یه جای تخریب تو کارش هست. اگر انسان از استعداد هنری خودش، از استعداد خلاقیت خودش، از استعداد فراگیری و آموختن خودش، از استعداد تنظیم امور و اقتصادی خودش، از استعداد انس اجتماعی خودش، یعنی رابطه های حقوقی خودش، درست استفاده نکنه، کار کامل روزانه خودش انجام نده، حتی اگه یه شغلی هم داشته باشه، حتی دو تا شغل داشته باشه، حتی اگه بعضی از استعدادها رو، هر روز لازم این استعدادها رو روش کار کنیم تا تخریب در ما از بین بره. انسان موقعی که در حقوق هست موجودی شاد هست، احتیاج به این که شاد خودشو بکنه نداره، شاد هست. موقعی که از زندگی حقوقی بیاد بیرون مفسرده میشه به این علت که یه جایی اون استعدادهای خودشو روش کار نکرده، اون یه جایی روش تخریب وجود داره، یه جایی سکون وجود داره. هیچ کاری نکردن هم مشکل ایجاد میکنه و در این رابطه یک بنابراین اقلیت دیگه ای مطرح میشه در جامعه. اونای کسایی هستن که حق رو میدونن اما به خود زحمت این که جامعه رو آگاه بکنن نمیدن. مثال بزنم، سال 1357
ماها نمیدونستیم که روح الله خمینی همکار بهبهانی و کاشانی بر علیه مصدق بوده. ما اینو نمیدونستیم. اما آقای مهدی حائری اینو میدونسته. خودشو سانسور کرده. چیزی نداره. کی گفته این رو؟ دیرتر. یا حسین خمینی، نوه خمینی میدانسته که پدر بزرگش یک اسم مستبده. پدرش بهش گفته بوده این بابای من اگه به قدرت برسه بدتر از شام کنه. اما این خودشو سانسور کرد، نگفت. کی اینو گفت؟ خردادش هست که دیگه کار از کار گذشته بود. پس میبینیم یه کسایی یه حقوقی رو میدانن، لازم نمیدن رو بگن یا به خود این زحمت رو نمیدن. در سال 32 آیت الله خانساری بوده، این آمده به مردم کمک بکنه در جنبش، اما آمدن یه توهینی بهش کردن، عمامش رو زدن، اینا مصلحت طلبی رو نمیدونم سلامت گزینی رو انتخاب کرد، خودشو گذاشت گوشه‌نشین کرد خونه نشست. بنابراین میبینیم در جامعه ما آفت ها یکی دوتا نیستن، در همه جامعه ها آفت ها یکی دوتا نیستن. بنابراین لازمه که به یک نکته دیگه توجه کنیم و اون این هستش که نگاه کنیم جامعه‌ای که توانستن دموکراسی رو پیش ببرن اونا چه کارا کردن، چه کارهایی رو کردن که ما نمی کنیم. ما چه راهی میریم نصف ول می کنیم، یه کاری رو می کنیم نصف اونا نکردن، اونا یه بار کردن کم و بیش به جایی رسیدن، همینطور هم دارن میرن جلو. تو راهی هستن که قابل ترمیمه، ولی ما توی راهی هستن که اصلا نمیشه ترمیم کرد. ما چه مشکلاتی رو داریم که گاهی اوقات مسائل رو ول می کنیم به جای اینکه حل بکنیم، به دنبال زندگی مسالمت آمیز، به دنبال همزیستی مسالمت آمیز، به دنبال انضباط. ما چرا نمیتوانیم با هم دیگه راه حل های مشترک رو موقعی که پیدا میکنیم اونها رو نگه داریم، تحسین کنیم؟ واقعا این راه حل مشترک پیدا شده، تیم والیبال ما یه ارزشایی رو پیدا کرده، خود تحسینش کنیم. چرا تیم والیبال ملی یا مثلا بعضی از در واقع فعالیت های جمعی موفقیت هایی داریم، چرا موقعی که ما یک مثلا به عنوان مثال بر شما بگم یک خارجی توی فرانسه یه ابتکاری به خرج میده مورد تشویق واقع میشه، اما در جامعه ما تشویق که نمیشه غورم که میزنن یا کنارش رد میشه؟ چرا ماها تحسین کردن برای ما مشکله؟ حالا همه ما نه، توی ما خیلی از ماها هست. چرا ما خودمحوری تو ما ارزش، از جنبه های فردی دارم میگم، حالا جنبه های اجتماعی جمعی هم مسائلی که گفتم الان هست. بنابراین ما لازمه به این نکته توجه کنیم که ما مردمی هستیم که توانایی هایی داریم، فرهنگی داریم که میتونیم به اونها تاکید کنیم. توجه داشته باشیم به این نکته، دموکراسی اصلا بر مبنای توانایی بنیاد شده. چون میتوانیم دموکراسی میخواهیم، چون میفهمیم دموکراسی، چون میتوانیم ضعفهای خودمون رو ببینیم برمی‌داریم. در این رابطه همه ملت‌ها کسانی رو داشتن که میفهمیدن، کسانی بودن کمتر میفهمیدن. بنابراین این یک فاتالیسمی نیست، یک چیزی که بر مبنای آن نتوان عمل کرد مایوس شدنی در کار نیست، میتوان عمل کرد. اما لازمه توجه کنید به یک نکته که الان چون وقت داریم دست و بالا نیست میخوام باز کنم. همیشه مسیر حرکت ما از هیجان‌ها شروع میشه، میره به طرف احساساتی که پیدا میکنه. این هیجان‌ها رو اگر تنظیم نکنیم یه جایی جلوی کار ما رو میگیره و یا کار ما رو مشکل میکنه. این هیجان ها رو موقعی که شناسایی بکنید، به رسمیت بشناسید و بدانید که این هیجان هایی رو که داریم میتوان جهت های مختلف بهش داد، اون موقع فکر میکنیم که با این هیجان خودمون چه کار کنیم. مثال بزنم، همین الان یه کاری رو جوان های ما و همینطور نسل های دیگه که الان اومدن با این همکاری میکنن کردن، تحصیل یکی از هیجان هاست. در کنار افسردگی یه هیجان دیگه است، در کنار حیرت یه هیجان دیگه است، در کنار بیزاری یه هیجان دیگه است، در کنار خشم یه
هیجان دیگه است و در کنار شعف یک هیجان دیگه است. این شش تا هیجان رو یکیش رو ما الان داره میبینیم خیلی راحت. ترس ریخت، ترس از این رژیم ریخت. نترسید نترسید، با ما همه با هم هستیم تبدیل شد به بترسید بترسید ما به هم با هم هستیم. پس هیجان رو میدانم دارم، آره ترسیدم، اما چون ترسیدم دلیل نمیشه یه راه رو انتخاب کنم، میتونم راه دیگر انتخاب کنم. این ترس نباید من فلج بکنه، این ترس میتونه راه حل ایجاد کنه. موقعی که میاییم این هیجان ها رو به رسمیت میشناسیم، مسیرش رو میخوایم عوض کنیم، به فکر راه حل های استراتژیک که میافتیم، از تجربه استفاده میکنیم، از تحمل استفاده میکنیم، از راه حل های دیگران استفاده میکنیم و از اینکه ما میتوانیم مشورت کنیم و توی این مشورت ها راه حل رو پیدا کنیم استفاده میکنیم و بنابراین دنبال این راه حل های استراتژیک. این راه حل استراتژیک رو اسمش از هوش عاطفی. پس احتیاج به هوش عاطفی داریم در تشکیل دموکراسی، در نگهداری دموکراسی و در ادامه دموکراسی. ما می توانیم از جمله به این علت که می توانیم هیجان‌های خودمون رو تنظیم کنیم و استراتژیک کنیم احساسات خودمون. آقای شایگان خواستین مطلبی بفرمایید، بفرمایید. آقای رای، در مورد قسمت قبلی صحبتتون که فرمودین که اگر اشتباه نکنم، الان چون دوباره یه سوال دیگه هم مثلا پیش اومد، ولی خب اون قبلی رو بگم که چرا ما خدمت شما عرض کنیم راه حل نداریم، یا یه همچین موضوعی فرمودید، یا چرا شاد نیستیم. برای اینکه من فکر کنم چون همش اگر یادم بیاد دقیقا کلام شما رو، حالا دقیقا یادم نمیاد، ولی من فکر کنم چون همیشه سرکوب شدیم و سرکوب خوردیم و تنبیه شدیم. من یادم یه دونه کلیپ دیدم از یه بچه کوچیک 7-8 ساله میپرسید که تو میدونی تنبیه چیه؟ میگفت بله تنبیه رو میشناخت، ولی وقتی ازش پرسید تشویق چیه نمیدونست چیه، چون هیچ وقت تشویق نشده بود. آها، راجبه این موضوع که چرا یکی یه کار خوبی میکنه تشویقش نمیکنیم و از کنارش ساده میگذریم، راجبه این موضوع میخواستم بگم که ما چرا این مدلی هستیم، چون همیشه تنبیه شدیم. ضمن اینکه آقای شایان هم، آقای رضای شایان هم سوالی دارن. آقای شایان بفرمایید. سپاس از شما آقای شایگان عزیز. من میخواستم این مطلب رو اضافه کنم آقای رای، این که اینو شما فکر کنم قبول دارین که از سال 57 به بعد دقیقا روی فرهنگ ایران و ایرانی کار کرد رژیم جمهوری اسلامی تا بتونه اقتدار خودش رو غالب کنه. چون یک صاحبه‌ای رو قبلا از فریدون فرخزاد دیدم که میگفت که فرهنگ ایرانی همیشه غالب میشه، بر چنگیز مغول غالب شده، بر اینا چرا غالب نشه. دقیقا میدونستن که فرهنگ ایرانی پاشنه آشیل ایناست و به خاطر همین از سال 57 روی فرهنگ ایرانی به خاطر اون شاد بودنش کار کردن و تغییر دادن. آیا این مطلب درسته یا نه؟ من مایک رو رها میکنم. من بله، خیلی ممنون از صحبت های آقای شایگان. شروع میکنم همینطور مطلبی که شما خودتون گفتین که قسمتی جواب توش هست، الان با هم صحبت میکنیم. ببینید آقای شایگان، حق با شماست. ما فرهنگ در ما فرهنگ تکلیف دویست، این کار رو نکن، این کار رو نکن، این کار رو نکن زیاده، به جاش شکاری بکن کمه. بنابراین یا یک طرفه یاد دادن درش قدیست، یا تنبیه رو راه حل دانستن هنوز وجود داره. حتی در همه جامعه ها کم و بیش تنبیه راه حل متاسفانه به عنوان راه حل باقی دسته که تنبیه اصلا راه حل نیست. تنبیه از جنس خود اون جرمه. شما نمیتونید یک مثلا یکی که قتل میکنه اگر بخواید اون رو تنبیهش بکنید از جنس خود او عمل نکنید. اگر درمان کنید و اگر بخواهید ترمیم بکنید راه حل، ولی اگه نخواهید بخواهید یه جوری او رو سر جاش بشونید تا درس بگیره شدن نیست. انسان خود خودو تنبیه میکنه به صورت طبیعی یا نمیکنه، کسی دیگه نمیتونه او رو تنبیه بکنه. اگه بخواد بکنه از جنس خود او مجبور عمل بکنه، بنابراین دوباره تخریب میشه. ما نمیتونیم هم تخریب باشیم هم تو حقوق باشیم.
تنبیه از جنس تخریبه. حالا در مورد صحبتی که شما فرمودید آقای، بله این هست که این رژیم شستشوی مغزی داده، این رژیم انواع اقسام تخریب ها رو کرده و این رژیم میخواهد که این گونه باشه و این رژیم اصلا افکارش تطبیق نداره با اون، اصلا تطبیق نداره با انسان. اما این رژیم اگر توانسته یک جایی این وسط پیدا بکنه، در اینکه یه جای سازش وجود داره، مردم ما یه جایی سازش کردن، مردم ما یه جایی افسرده بودن، مردم ما جنگ ایران و عراق، بمباران شیمیایی، اعدام های چند هزار نفره دوباره سال 60، اعدام های چند هزار نفره دوباره سال 60، همکاری اون موقع دو قدرت جهانی وجود داشت، همکاری اتحاد جماهیر شوروی با رژیم دلای فقیه روح الله خمینی و همینطور شرکت در کودتای سال 60 از طرف امریکا با این رژیم، همین اینا دست به دست هم داده مردم ما رو به این نتیجه رسوند. ما با یکی طرف نیست میکنیم، با یه توته طرف نیست میکنیم، با یه دونه گروه طرف نیست میکنیم. آخه این گروهی رو که من به عنوان مثال از نظر تاریخی میگفتم این مثلا عدالت خواهه، این هم اومده داره با اینا همکاری میکنه، یا بس نشون میده که از خود به خود شک کرد، یا میبینه اگه حمله بکنه اون طرف قوای عراقه، با این بجنگه یا با اون بجنگه. همین مشکلات داشتیم ما، یعنی مسئله پیچیده بوده، مشکلات زیاد بوده و بنابراین رژیم از این جنگ براش نعمت بوده، از این جنگ استفاده کرده برای هفروتهای خودش رو به خورد مردم دادن که 5% از سال 89 تا حالا واقعا فکر میکنن، حالا یا واقعا اعتقاد دارن، بقیه مثلا 10% هم حاضر هم با اینا سازش میکنن ولی مردم گول نخوردن. این که شادروان فرخزاد گفته این مردم میتوانن هر کسی، برای اینکه چیزی دیده چی بود، دکتر علوم سیاسی بود فریدون فرخزاد، میفهمید چی داره میگه، یا همین حرف شدید این حرف رو چیز داریش فروهر زد که این رژیم بدتر از مغولات سر ما آورد. بنابراین توجه به این نکته کنید. چرا؟ اما چرا میتوانند و ما با همچین فرهنگی جلوی اینها کوتاهیم؟ یک دلیلش این هست که ما ملت شادی نیستیم، همطور که کردیم، همطور فرمودیم. خانم باربرا فردریکسون، بهتون پیشنهاد میکنم به انگلیسی، من فرانسه چون میکنم به فرانسه هم هست، احتمالا به بعضی از زبان هست، برای کتابی نوشتن در مورد رابطه هوش با شادی. معتقدم که بچه‌ای که شاده باهوش بار میاد، بچه‌ای که شادی باهوش بار نمیاد. بنابراین شادی روی میزان هوش تأثیر داره. پس یکی از راه‌ها این شده در مملکت ما مردم غمگین می‌گردن، سیاه می‌گردن، بپوشید، رنگی نپوشید. این که حتی زن به عنوان موجودی زیبا نتونه خودش نشون بده، یا مرد به عنوان موجودی زیبا اصلا زیبایی جرم میشه اصلا، یا انواع اقسام چیزهای دیگه، کششی که زن و مرد به طور طبیعی به هم دیگه دارن، زن زیبا از مرد زیبا، مرد زیبا از زن زیبا، یا کشش نسبت به خصوصیات هم دیگه میبینن، اینا رو اصلا نفی میکنن. چرا این کارو میکنن؟ به این علت که اصلا با شادی مشکل دارن، اصلا با این که راه حل پیدا کنیم مشکل دارن. چرا این مشکل دارن؟ برای اینکه میخوان اینقدر خراب بشه، خراب بشه، خراب بشه، صاحب زمانشون بیاد همه رو نجات. بنابراین اصلا خراب کردن دوست دارن، خراب کردن حالا دوست هم ندارن توجیه میکنن، یعنی اونهایی که ذهنشون خرابه بنابراین یه مشکلی هست. اما یه مشکل بزرگ وجود داره که چرا ما یک مشکل بزرگ دیگه مطرح وجود داره و اون این هست، این همون چیزیست که هزار سال پیش فردوسی ما بود. قدرت یه شبکه جهانیست، قدرت کشوری و منطقه‌ای و میتونن یه قسمتی از جهانی نیست، شبکه جهانی است و در این شبکه جهانی رابطه ارباب و نوکری وجود داره و ارباب همواره نوکر خودش رو سعی میکنه قوی تر از زیر دستهای اون خودش میگرد، اونایی که میخواد زیر دستش باشن، نه اینکه زیر دست هستن. پس بنابراین اشتباه بزرگی که در این مملکت، دو تا اشتباه بزرگ سیاسی تو این مملکت شد، یه دی آمدن نشان بدن به اون اربابا که ما لیاقت بیشتری داریم از این نوکری که به رژیم ولایت فقیه
ما رو انتخاب کنید. تصوری که اربابتون شبکه قدرت دنبال قوی تر و بهتری نبوده، دنبال این بوده که منافع خودشو ببره. این رژیم هم فخمی‌ترینه، قیمت نفت رو باید کنترل بکنه تو این منطقه. در اینکه ما با که انقلاب کردیم قیمت نفت مثلا رسیده بود به 32 دلار توی بازار آزاد، تو موقعی که قیمت نفت 4 5 دلار بود و بعد رسید در دهه 70 به 14 15 دلار، زمان انقلاب ما رسید به 16 دلار، رسید به 32 دلار، بعدش هم در بازار رسید به 42 دلار که خیلی بود اون موقع. با اینو باید کنترلش می‌کردن. از چه راه کنترلش کردن؟ از طریق همین رژیم‌ها، رژیم‌های فخمه. و از طریق اینکه به رژیم‌های فخمه از دهه در 1974-75 آمدن تحمیل کردن که اجازه ندارید نفت رو به غیر از دلار به این قیمت بفروشی. همه اینا پذیرفتن. عربستان سعودی، رژیم شاه و بعد جمعی رژیم ولایت فقیه و همه پذیرفتن که قیمت نفت. و بنابراین پول دلار یک مملکت تبدیل کردن با همین وسیله که الان به شما گفتم به عنوان پول جهانی، یک احتیاج جهانی که حالا این میزان جهانی بودنش رسیده الان به 50 و چند درصد، 50 زیر 55 درصد رسیده، ولی تا زمانی بوده که تا حدود 70 خوردی درصد هم بوده. پس شبکه جهانی قدرت هست که وسایل سرکوب رو به این رژیم میده، شبکه جهانی قدرت هست که به طور غیر مستقیم از اینا حمایت میکنه. اما چگونه حمایت میکنه؟ این اون نکته هستش که لازمه درک کنه. این رابطه ظاهری فوش بده و فوش بستون نیست که رابطه قدرت ها با رژیم ولایت فقیه تعیین میکنه. ایجاد مدار بسته خشونت هستش که این رابطه رو ایجاد میکنه. مثال تاریخی، انوشیروان داخل گیوم عادل به خاقان چین پیام فرستاد اگر من و تو با هم نجنگیم هم تو میفتی هم من، من و تو باید با هم بجنگیم، مدار بسته خشونت بین من و تو باید باقی بمانه تا من توجیه کنم جنگ رو، موندن خودم رو تو هم توجیه کنم. این رابطه قدیمی همچنان در این دنیا حاکمه. به محض اینکه رابطه مدار بسته خشونت، به عنوان مثال دارم میگم، مدار بسته خشونت بین رژیم ولایت فقیه میبخشید اسرائیل امریکا خود باز بشه یه مقدار، اون دوتای دیگه فوراً اونو میبندن. اگر در امریکا به جای جمهوری خواها که دنبال تسلط یک طرفه به هستن، دموکرات هایی که نمیدونم هجمونی طلبی رو میخوان یه مقدار حالا شل تر عمل میکنن با دوستای خودشون یه مشورت هایی هم میکنن، یا فوراً دوتای دیگه آنچنان مدار بسته خشونت رو باز میکنن میبندن که او نتوانه هیچ کاری میکنه. پس در چرا نتوانستیم به این علاقه مسئله حلش پیچیده است. چه زمانی پیچیده است؟ این هوش عاطفی رو ایجاد نکنیم. به عنوان مثال الان ریختی ترس رو ریختی، این همکاری یه حقوقی رو با هم نکنیم، این دخالت نهادهای آزادی و نهادهای حقوقی رو در هم دیگه حلش نکنیم، همکاری نهادهای استقلال نهادها قدرتمدار رو غیر قدرتمدار رو با هم نخواهیم، یعنی لایسیته رو نخواهیم، با هم دیگه این توان رو پیدا نکنیم که پیشیدگی مسائل رو با هم بسنجیم و دونه دونه دنبال راه حل بگردیم از طریق مسافرت فکری و از مسافرت جمعی به بقیه دنیا. الان شانس بزرگی که این جنبش داره اینه که نسل دوم و سوم بعد از انقلاب در خارج کشور آمدن، به طور مجانی تجربیاتی رو از دموکراسی دارن که در ایران داخل ایران مردم ندارن، یا اگر هم دارن از طریق اینا پیدا کردن، یعنی در زمینه‌های مردم داخل ایران هم دموکراسی رو می‌فهمن از طریق همینا یا از طریق وسایل ارتباط جمعی که پیدا شده. و بنابراین اون دیگه اون ارتباط کند سابق سرعت پیدا کرد، هم به علت اینترنت هم به علت و کرونا هم این وسط یک مشکل مسئله جدید برای ما حل کرده. جوان ها تا این دوران مجبور شدن خونه بشینن، مجبور شدن فیلتر شکن داشته باشن و با اینترنت زندگی کشورهای دیگر دیدن، اصلا زندگی ما خیلی با اونا فرق داره. بنابراین خودشون هم یک اتفاقات دیگه هم افتاده براشون، مزه دموکراسی زیرشون میاد. یه جایی رژیم اومده برای اینکه بتونه
بازار انتخابات خودش گر کنه، بحث‌های آزاد، بحث‌های تلویزیونی در واقع گذاشته و مردم دیدن خیلی چیزا رو که نمی‌دیدن تو نمی‌دیدن تو این بحث بین روحانی و نمی‌دونم احمدی نژاد و اینها، بنابراین چیزی میشه فهمید و در واقع مزه دموکراسی و مزه زندگی نوع دیگه کردن رو پیدا کردن. پس بنابراین سخت و پیچیده است، اما پیچیدگیش به علت عوامل مختلفی هست و به علت اینکه شبکه جهانی قدرت در مقابل ما قرار داره. یعنی با علی خامنه‌ای ما طرف نیستیم، ما با شبکه طرف هستیم که به او قول داره تو رو نگه میدارم، تو سرت میزنم، ازت امتیاز میگیرم، یه جایی هم که نقش داری یه جایی رو میپذیرم، یه چیزایی رو میپذیرم، یه جایی دیگر هم اگه بخوای قلدر بازی بکنی من در موقعیتی هستم که بتونم تو رو در موقعیت ضعف نگذارم. حالا چرا در موقع برش نمیداره در موقع ضعف؟ برای که به نفعش در این موقع ضعف رژیم رو نگذاره. میتوانه خیلی کارا رو نکنه در رابطه با این رژیم، برای میکنه. اون 25 موردی رو که برای شما فرستادم یه بار، اگه خواستین بعدا دوباره میفرستم، 25 کار با این رژیم میتونن بکنن که نمیکنن. میتوانن از این رژیم در حد بالای دیپلماتیک با این رفت آمد رابطه نداشته باشن و دارن. میتوانن با این رژیم نوعی رابطه برقرار کنن که امکانات این رژیم در اختیار مردم قرار بگیره، نه در اختیار نمیکنن. می توانن یک کانال مخفی در اختیار رژیم نذارن که اون درآمد مخفی خودش هم داشته باشه که اصلا تو حساب کتاب نمی گنجه. می توانن در این مافیاهایی که اینا شرکت دارن در واقع اینا رو از توی مافیاها بیارن بیرون، در اینکه اون مافیاها ظاهرش این هستش که قابل کنترل نیست، ولی مقام های دولتی که اون مافیاها وجود دارن که مافیاها در سطح جهانی وجود دارن. حالا من چند موردشو برای شما گفتم، ولی خواستم به شما این رو بگم که راه حل وجود داره. راه حل هم به این علت وجود داره که دیگرها که انجام دادن و تونستن انجام دادن. و در اینجا علاوه بر این مشکلاتی که در شبکه جهانی برای شما گفتم آقای پویان، نکته دیگه که وجود داره این هستش که تا فکر تنظیم نشه عمل تنظیم نمیشه. تا افکار ایدئولوژیک، افکار دینی، افکار مرامی نریزن و به جهت حقوق نرن، به جهت‌های مختلف هم برن، باز مشکل حل نمیشه. انسان را حل یاب لازم است توجه کنه که درست است مدیریت لازم داره، اما مدیریتی لازم داره که این مدیریت میتوانه قابل فهم باشه، نه اینکه یه جوری مدیریت بکنه که اصلا نفهم چی داره میگه. کشاورزی که میخواد بهش بگه که آها تو باید این نوع گیاه رو بکاری، این آب رو داد، باید برش توضیح داد و اون میفهمه توضیح داد، چون باش رابطه تنگاتنگ داره. اما اگر یه جور تئوریک بیاد بشینه جلوش براش بگه که نمیدونم من شما نمیدونم آبیاری قطعی، تو نمیدونم تو آبیاری قطعی هم چی، رابطه تنگاتنگ که برقرار کنی با مردم مثل همین موردی که به شما گفتم شدنیه. پس رابطه حقوقی رابطه دو طرف است، رابطه همدلی است و این رابطه همدلی رو همه میفهمن، در همون کاری که میکنن میفهمن، در مورد کاری دیگه که نمیکنن اون نمیفهمن. خب طبیعی هم است که نمیفهمن هیچ کی میشه در مورد کاری که نمیکنن. و نکته دیگه، هر چیزی رو در رابطه با معیارهای همون چیز میفهمن، نه با معیارهای دیگه. پس موقعی که با هم دیگه میشینیم گفتگو میکنیم لازمه معیارهای مشترک داشته باشیم برای فهمیدن این معیار مشترک دیگه چی بهتر از حقوق، معیارهایی که طبیعی ما هستن و بنابراین نزدیکن و روش چونه زدن خیلی یا نیست یا اینکه خیلی کمه، میتونیم تجربهش کنیم. موقعی که معیارها رو میذاریم رو میز با هم دیگه صحبت میکنیم زودتر به نتیجه میرسیم و میتوانی به نتیجه برسیم، بس به نتیجه نرسیدنی در کار نیست. صحبت از این است که ما میتوانیم و در این وسط یه دی مریض گونه عمل کنن، یه دی پسیکوپات، یه دی الکسیتی میدارن، یه دی سازمانی رو تشکیل میدن برای تسلط، یه دی از همون ابتدا بد تعریف میکنن، تعریفاشون غلطه. مثال میدن، دموکراسی در مبنای دموکراسی فعلی در مبنای خصوصی سازی است. پس شما میایید در این سیستم لیبرال
شرکت هایی رو میسازید که اینا آزاد هستی فعالیت. این فعالیتشون مردم هستن که باید به این شرکت ها کمک کنن که اونها سرپا باشن و اونها گسترش پیدا کنن تا برای اینها کاری بشه. این وسط اونها اون شرکت ها چه کار میکنن؟ رشد اقتصادی خودشون رو میکنن. با چی؟ با تولید بیشتر، با مصرف بیشتر، با بهره برداری زیاد از طبیعت. پس بنابراین رشد اصلا غلط تعریف کرد. چرا؟ به این دلیل که نمیتونه این مادام العمر مصرف بیشتر رو نگه داره، نه اون تولید بیشتر رو نگه داره، نه اصلا طبیعت میتونه مواد اولیه لازم در خودش بذاره. پس بنابراین اصلا اون اولش این تعریف که به وفور در اختیار هست غلطه و این به ندرت منابع طبیعی در اختیار این هم غلطه. و چون میگن ندرت هست، بنابراین شرکت های خصوصی لازمه که اینا رو بردارن که کاری کنن که طبقه متوسط رشد بکنه. چون از اول دروغ گفتن، در طبیعت به اندازه بوده نه به ندرت، خشت اول چون نهد معمار کرد تو سرعی ها میرود معمار کرد، کار رسیدیم که رشد شده تخریب طبیعت، یعنی مرگ. رشد در مرگ تعریف میکنیم و رشد در زندگی انسان هست دیگه تعریف میکنیم. پس انسان شده موجودی در خدمت، یعنی شده برده یک سیستم. اما همین سیستم لیبرال در ابتداش که بر علیه فدرالیسم بوده که این نبوده که بر مالکیت شخصی بنا شده، هر کسی مالک اون سعی خودش، مالک تولید خودش، اون رو گذاشتن کنار، جاش این دروغ رو گذاشتن. یعنی میبینیم که موقعی که حواسمون نباشه یه جای قدرت رو دخالت بدیم، اون دینامیک داره یواش یواش رشد میکنه و بعد دیگه چون این رشد آمده اگر ترمیم حقوقی نشه تخریب قدرت میشه و مالکیت شخصی آمده به مالکیت دولتی رسید، به مالکیت خصوصی رسیده، آمده تمام دولت‌های دنیا رو هم خصوصی کرده، سرنوشت نه تنها انسان‌ها، سرنوشت همه دولت‌ها رو هم به دست گرفته و شرکت‌های غول‌پیکری مثل بلک روک رو ایجاد کرده که به طبیعت که هیچ، به انسان که هیچ، اصلا به هستی رحم نمی‌کنن و نمی‌تونن نوع دیگه عمل بکنن، برای اینکه طبیعت چی؟ قدرت دیگه، قدرت جمع میکنه، تمرکز میکنه، گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه. این هی مرتب هم همین کارو میکنه و این تا به نهایت ادامه پیدا میکنه. قدرت اون کسی رو که این انتخاب کرده رو نابود میکنه. بنابراین این فکر غلط که من حالا میرم قدرت رو به اندازه انتخاب میکنم فکر غلط نیست. اینو تولستوی اگه اشتباه نکنم یه در یک داستانی قشنگ تعریف کرده. یک جوونی میگه که من میرم این پیرزن رو میکشم، از ثروتش استفاده میکنم، ثروتمند میشم، ثروتش استفاده میکنم، پزشک میشم، بعد این همین مردم رو ترمیم میکنم. توجه نمیکرده که با کشتن و پیرزن شده قاتل، اون آدم قبلی نیست، توی دینامیک دیگه رفته. همینطور در رابطه با چیز، در رابطه با لیبرالیسم همین اتفاق افتاد، همین ایدئولوژی همینطور فهم شد. به این علت هست که بر روی حقوق ماندن استثناء، به این علت هست که ما میتوانیم در حقوق راه حل پیدا کنیم. چرا؟ که چسبیده به ماست. چرا؟ که در طبیعت حقوقی داره زندگی میکنه. چرا؟ که ما جزی از طبیعت هستیم. و چرا؟ اینکه ما آمدیم از اون خودجوشی خود خارج شدیم. حرکت خودجوشی است، راه حل خودجوشی است، این هست که من اطلاعات، من به عنوان من انسان، عقل انسان به عنوان گیرنده اطلاعات رو میگیره، اطلاعات تجزیه تحلیل میکنه، جای مناسب، محل مناسب اون جنبندی رو که پیدا میکنه در سر گرفتن اطلاعات پیدا میکنه و همکاری میکنه یا نمیکنه. این چهار تا کار طبیعی و خودجوش انسانه. یه کار پنجم هم بهش اضافه میکنه انسان، یاد عینک فکری و ایدئولوژیک میزنه. بعد دیگه اطلاعات رو با این ایدئولوژی میزنه، دیگه این اطلاعات رو نمیاد به طور طبیعی و خودجوش عمل بکنه، میاد میگه چون این من مصلحت این هست که فعلا سکوت بکنم، سکوت میکنم. از اطلاعات دیگه در اینجا در خدمت اطلاعات به صورت خودجوش نمیاد، کار طبیعی انسان از مختل شده در اینجا. و بنابراین این موجود میاد در اینجا مسیر خودش منحرف میکنه، خودش هم هی مرتب سعی میکنه که اونو ترمیمش بکنه، اما از اونجایی که فراموش کرده خودش رو با طبیعت خودش درگیری نتونسته این رو
خوب کنار بیاد خارج شده و خودتنبیه ها بیرون رفتن ها از موقعیت ها راحت پیدا نکردن ها سنبل کردن ها انواع اقسامی کارهایی که همه ما دیگه میدونیم این کارا رو میکنه و از این حالت میاد میره. حالا چون 10 دقیقه به پایان این جلسه شما باقی مانده، منم ساعت 8 جلسه دیگه دارم، اگه صحبتی دارید بفرمایید، نه با هم گفتگو رو با یه جمعی تموم کنید. آقای شایگان بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، سپاس از شما جناب آقای رای. خانم محمدی دست بلند کردید، بفرمایید لطفا. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه. میخواستم فقط یک موضوع کوچیک در مورد اینکه بله واقعا توی ایران من آدم دقت میکنه 12 ماه رو سعی میکنن همه، یعنی ما احساس میکنم 12 ماه 11 ماهش رو ما در عزاداری به سر میبریم، سعی میکنن با مذهب با هر چیزی که در دستشون هستش مردم رو به خشونت به عزاداری مشغولش کنن. روزهای عاشورا مثلا فکر میکنم ضربه زنی اسمش رو دقیق نمیدونم، مردم رو با خشونت آشنا میکنن، از هر سلاحی استفاده میکنن برای اینکه به مردم خشونت رو یاد بدن، به مردم رو توی غم و اندوه فرو ببرن. هیچ یک از ایرانی ها فرصت نمیدن واقعا حس شادی رو لذت رو داشته باشن، توی پارتی اجازه ندارن هیچ نوع جشنی پارتی داشته باشن، در صورتی که اگه همون پارتی همون جشن رو برای میلاد امام ها قرار بدن اجازهشو بهش میدن خیلی راحت. و خیلی عجیبه که متاسفانه فقط در تلاشن که در لحظه‌ای که مردم میخوان هوشیار بشن یه اتفاق بد میفته، به خاطر اینکه مردم متمرکز بشن توی اون اتفاق، مثل پلاسما، مثل خیلی از اتفاقای دیگه که همیشه سعی میکنن با یه اتفاق بدتر همه رو به نوعی مشغول اون اتفاق بکنن و توی خفا کارهای خودشون رو انجام بدن. و واقعا متاسفانه ولی الان خیلی ایران به نظر من الان دیگه وقت اینه که وظیفه اونهایی که آگاه هستن الان وظیفهشون بیشتر میشه، به خاطر اینکه ایران الان تشنه اینه که بفهمه، تشنه آگاهیه، تشنه اینه که دریافت کنه چه اتفاقاتی توی دور و برش افتاده. و ما به نظر من تا میتونیم باید توی این راه هر کسی که توانایی اینو داره که فعالیتی داشته باشه برای آگاهی، برای اینکه افشاگری کنه، به نظر من الان بهترین موقع است، چون که ایران الان شروع شده برای اینکه اعتراض کنه، برای اینکه قدرت اینو پیدا کرده که اعتراض کنه، از خودش چیزی نشون بده. و به نظر من الان موقعشه که تلاش ما بیشتر بشه و در این زمینه سعی کنیم آگاهی رو ببریم بالا و اطلاعات کامل از نقص حقوق بشری بدیم و جرأت مردم ایران رو بیشتر و بیشتر کنیم. تشکر. ممنون از شما خانم محمدی عزیز. آقای رضای شایان بفرمایید شما. سپاس از شما آقای شایگان عزیز. من این سوال رو از آقای رایی دارم، اینکه اگر افرادی که خودشون رو صاحب طرفدار و صاحب یک سبک میدونن توی خارج از کشور و یک نوع آلترناتیون بتونن فرق ائتلاف و اتحاد رو تشخیص بدن و این ائتلاف و اتحاد رو به ایران یعنی انتقال بدن که مردم ما دنبال ائتلافیم، چون اگر ائتلاف اول باشه بعد اون اتحاد شکل میگیره، آیا میتونه راه حلی باشه برای گذر و افزایش اتحاد مردم یا نه؟ ممنون. مایک رو هم میکنم. بله خیلی ممنون. در واقع با صحبت خانم محمدی حق با شماست، من کاملا هم فکر و هم نظر با شما هستم در این زمینه، اما توجه شما رو به یک نکته جلب کنم. در هر جنبشی
یه سری اشتباهات و یه سری ایرادهایی هم وجود داره. در این روزهای بازی فوتبال تیم ملی دیدیم که این متاسفانه خوب پیش نرفت. میباشید من چون ساعت 8 باید برم جلسه دیگه، خیلی سریع میگم که یک دقیقه به 8 از جا برم بیرون و 8 در اون جلسه باشم. بنابراین هم جواب شما رو میدم، بخوام بدم هم جواب آقای پویان رو. در این رابطه ما لازمه به طور کلی میگم، وارد جزئیات نمیشم چون بحث پیچیده است، قبل از اینکه شما تشریف بیارید ما تو همین جلسه قبل از شروع رسمی هم صحبت کرد، لازمه توجه کنیم که ما میتوانیم نقد کنیم به عنوان یک موجود حقوقی، اما محکوم کردن کار غلطی است. ما فقط اونهایی که آمر هستن رو میتونیم نشونه بگیریم، اما بقیه مردم رو با مدارا لازمه رفتار کنیم مثل فوتبالیست ها. حتی اگه اشتباه کرده، نه اگه اشتباه نکرده، رفته کادو داده به احمدی کار اشتباهی کرده، اشتباهی بزرگی هم کرده، اما فرزند این مملکت. تیم ملی هم مال مردم ایران، علی خامنه‌ای و رژیم هم غاصب ملت و همه مؤسسات این مردم هم. هیچ مثل اینکه دوز بیدی از خونه شما بعد بگه من مالکم، من مالکم از نشو داریم، من همیشه قاتل دوز شما مالک اون خونه هست، او هم همواره دوز دو چیزه. پس من میدانم دوز دو قاتل کیست و او استراتژی نداره، ما داریم، اما تاکتیکا رو خوب داره، از تاکتیکا سعی میکنه استفاده بکنه برای اینکه یه عقب نشینی ایجاد بکنه، عمر خودش یه مقدار طولانی تر کنه. لازمه توجه بکنید که ما چه شعارهای اشتباهی داریم. به عنوان مثال خانم ثابت اینجا یک نقد درستی رو داشتن، کیست توی، هرز توی، زن آزاد منم، قسمت زن آزاد منه اش درسته، کیست تویش تغییره، تغییرم از جنس زوره. میشه گفت زن آزاد منم، دوستای من هم هیز و هرزه نیستم، حالا اینو باید به صورت شعاری در آورد، ولی او رو مثال بزنم. ما در سال 57 گفتیم برادر ارتشی، چرا برادر کشتی؟ و اون قاتله که حالا احتمالش قاتل، یعنی ممکنه قاتل بشه، او میگفتیم برادر ارتشی. الان چی میگیم؟ بیشرف بیشرف بیشرف، عصبانیش میکنیم، امکان آمدنش طرف ما رو کم میکنیم. پس این اشتباهی ما داریم. خشونت زدایی به معنی این هستش که شما فقط در موضع دفاع قرار دارید، هر جا به شما خشونت شد شما مدافع میکنید، اما خودتون دیگه مهاجم نمیشید. در جنگ ایران عراق ما اون دو سال اول که جنگ رو بردیم که اینا بازوندن ما رو با برای اینکه جنگ رو ادامه دادن، در اون نوعی که ما جنگ رو بردیم و صدام هم حاضر شد آتش رفت بکنه، شهرهای ایران رو بمباران میکرد، ما شهرهای ایران رو بمباران نکردیم، چرا که معتقد بودیم که این دفاع نیست، ما با نیروهای عراق طرفیم نه با مردم عراق. و جواب هم داد، میل خشونت در اونها پایین آورد و جنگ هم بردیم. در همین رابطه هم اگر ما با برخوردهای تقابلی داشته باشیم اشتباه کردیم، باید اونها رو چیزش کنیم، تصحیح کنیم. ما نیومدیم اینجا که در یک خشونت طلبی ما را از جنس خودش بکنه، خوش به حال خود ما که اونگونه نیستیم، نه اینکه شد یه جایی حالا دیگه عصبانی شدیم دیگه، نه نه، خوش عاطفی همینه، نه من میترسم، نه عصبانی میشم، نه عصبانیت در من ایجاد میشم، اونو مسیرش رو خودم تعیین میکنم، من اون خوش عاطفی خودم رو تعیین میکنم. در رابطه با صحبت آقای فرمندی، من الان جلسه بعدی دارم میرم، برای همین دارم همین صحبت شما فرمودید. اتحاد و ائتلاف، نظر من این هستش که لازمه که دموکراسی رو خوب تعریف کنی، اصول دموکراسی رو خوب تعریف کنی، یه دی با هم موازی همکاری میکنن، به صورت یه دی هم به صورت ائتلافی با هم، یه دی میتونن جبهه تشکیل بدن، یه دی، ولی هیچ کیش کی رو تخریب شخصیت نکنی، هیچ کیش کی رو نیاد، من مثلا یه دقیقه وقت دارم، یکی دو دقیقه وقت دارم، هیچ کیش کی رو نیاد در واقع در این وسط به جای بررسی مشکل ترور شخصیت بکنه. اما اینو به شما بگم، ترور شخصیت رو هر گفتگویی ادمین جلسه و کسانی که جلسه رو اداره میکنن لازمه جلوشو بگیرن. و چگونه میتونن جلوشو بگیرن؟ اینجا که هستش تو کسی که داره حرفشو میزنه بزن، کلی بافی میکنه، مسئولیتی برای ایجاد نمیکنه. اما مدیر جلسه بهش بگه آقا اینو اثبات کن، اینکه شما میگی آخه این چیز نداره،
خانم مدیر جلسه، خانم اداره کننده جلسه بگه جلوشو بگیر. پس بنابراین جمع‌های خودمون رو لازمه دموکراتیک بکنیم. اما می توانیم یه دی میتونیم با هم همکاری بکنیم، ولی یک اصل عمومی هست. در طول تاریخ جنبش‌های ایران از جنبش کاوه آهنگر گرفته تا حالا همیشه سه نیروی عدالت‌خواه یعنی چپ، ملی و مذهبی با هم کار کردن تا تونستن جنبش رو پیش ببرن. اون ائتلاف یا جبهه یا همکاری‌ها بوده، نمیشه که با هم همکاری نداشته باشن، همه نمیتونن با هم همکاری بکنن. اما یه دی تحول کردن، تحولشون کامل نیست، ولی موقعی که نگاه میکنی باشون صحبت میکنی، صحبت‌ها حقوقیه، چپه ولی حقوقی داره حرف میزنه، ملیه ولی داره حقوق دینیه، داره حقوق امنی، اونا رو وجود داره تو جامعه ما دیگه. تو جامعه ما این اسلامی که از 1400 سال پیش بوده که همش اسلام آخوندی نبوده، که توش شخصیت‌های برجسته و فرهنگ برتر از اون فرهنگ ما عجین شده باش، و بنابراین اون قسمت حقوقی شما لازم داری نگه برایش می‌ریزیم دور، اسلام سنتی رو همه رو بریزیم دور، نمی‌دونم مرام‌ها رو بریزیم دور. اون جایی که ببینید من حتی حساسیت به خط می‌دم رو مارکس، خود من چپ نیستم، ولی برای که بگم یا انسان آزاده اصلا چطور می‌تونم یا انسان آزاده رو پیدا نکنم با این طرف رو آزادی هم. پس در دموکراسی خواه هم دیگر رو پیدا می‌کنن. خیلی ممنون از صحبتی که با هم داشتیم، شرمنده از اینکه بیشتر وقت ندارم با شما باشم. خیلی ممنون آقای شایگان و دوستان گرامی. خواهش می‌کنم آقای رایی عزیز، خیلی ممنون از شما و از حضورتون استفاده کردیم. من یک جمع‌بندی سریع بکنم که امروز به همت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشگاه یک هماندیشی ویژه داشتیم که با حضور آقای رایی در خصوص برخی آفت‌های دموکراسی و مشکلات پیش روی اعتراضات سراسری صحبت کردیم. صحبت بسیار خوب شد. ممنون از همه عزیزانی که حضور داشتن، مشارکت داشتن، و همینطور تشکر میکنم از همکارانی که منو یاری کردن. ضبط صدا و ادمین ها آقایان سعید پورمند و سپهر رضای شایان. بنده رضا شایگان مسئول جلسه. در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم. خسته نباشید و ممنون از اینکه تا این لحظه حضور داشتید. شب همگی شما خوش. خیلی ممنون.